اگر انسان خودش رو نشناسه، شناخت بقیه جهان هیچ سودی نداره و اگر خودش رو بشناسه، نشناختن بقیه جهان هیچ زیانی نداره. بنابراین کسی مثل سقراط و شاگردش افلاطون بیشتر تأکیدشون بر جانشناسی است تا بر جهانشناسی. یک بخش عظیمی از میراث عرفانی عرفان غرب جهان اسلام ببینیم اصلا ربطی به انسان نداره. اونقدر که بحث میکنن از مباحث وجود، اونقدر که بحث میکنن از جهانشناسی، هرچه بیشتر بشه تعداد پرشمارتری رو ما وارد فضاهای معنوی، فضاهای روحانی و فضاهای لااقل اخلاقی بکنیم بهتره. این کاریست که کسی مثل ابوالحسن خرقانی، کسی مثل ابوسعید ابوالخیر بسیار موفق‌تر در انجام میشه تا کسی مثل قیصری یا قونوی یا ابن عربی. یاد گرفتن علم، خواندن کتاب، متبحر شدن در یک رشته علمی، این بسیار کار آسان‌تریه تا متخلق شدن به اخلاق حسنه، تا صاحب فضائل اخلاقی شدن. خب کار خیلی دشواریه. مثلا مولانا میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. این که آدم قیمت هر جنسی و متاعی رو بدونه ولی قیمت خودش رو ندونه چقدر میارزه خودش، این نهایت بلاهت و حماقته. من فکر میکنم این تأثیری در زندگی عملی من داره که تمام مباحث جوهر و عرض نداره. تو اگر میخوای واقعا پیلو به پیامبر باشید، به خودت بگو پیامبر معراج رفته، منم باید معراج برم، نه داستان معراج پیامبر رو نقل بکنم. حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت نویسن. این که تو حکایت دیگران رو بنویسی و نقل بکنی چه سودی داره؟ تو جوری زندگی کن که دیگران حکایت تو رو بنویسن. بارها و بارها شمس این مطلب رو مورد تأکید قرار میده که اینقدر بحث توحید خدا کردن چه سود داره؟ که بگی خدا واحد است و بسیط است و هیچ جزئی نداره و کاملا بسیطه. میگه چون تو خودت 600 هزار تکه شده ای و هر تکه ای به سوی از جهان مایل شده، تو برو خودت و بساطت به خودت بده، به درون خودت وحدت ببخش. امام فخر رازی گفته است که من معتقدم همین برای تنبه آدمی کافی، همین آیه که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتین، این برای تنبه آدمی. یعنی میخواد امام فخر رازی بگه اگر با تمام وجود تنهاییت رو احساس کردی و فهمیدی که هیچ کس مسئولیت اعمال تو رو بر عهده نمیگیره و فقط خودتی که باید مسئولیت همه چیز رو بر عهده بگیری، در صحیفه آمده که لسنا نتکلف النجات علی اعمالنا بل بفضل تعالی. من خیلی برام این جمله هنوز تکون دهنده است. توجه کنید ریشه هر گونه عجبی رو به نظر من این جمله می‌سوزونه. هر گونه کبر، تفرعون، تبخر در آدمی، وقتی من با مولانا سر و کار دارم، من بیشتر مولانا رو شبیه میبینم به آیین بودا و آیین دعو و آیین هندو تا شبیه ببینم به قرآن و احادیث نبوی. برای کسی مخصوصا مثل شنکره که یک نوع هندویزم وحدت وجودی است، فناء الله و بقاء بالله که عارفان میگن، به نیروانا بسیار شبیه داره تا به انا لله و انا الیه راجعون قرآن. اللهم اجعل همومنا همن واحد، مثل همین دیگه. یعنی خدای کاری بکن که من در میان موجودات جهان هستی فقط تو رو دوست داشته باشم، هیچ موجود دوست نداشته باشم، عشق هم فقط معطوف به تو باشه و معشوق هم فقط تو باشی. وقتی میگم عارفان، مرادم کسیست مثل مولانا، کسیست مثل شمس، کسیست مثل این قدرات همدانی، مثل بایزید بسامی و امثال. چون تا من عاشق نیستم، فقط خودم رو، ایگوی خودم و فقط به فکر حفظ این ایگو هم و به حفظ منافع این ایگو، ام المشکلات ایگوه. و برای اینکه این ایگو از بین بره، ما چاره‌ای به نظر عارفان نمی‌بینیم عارفان جز اینکه عاشق بشن
این که حافظ میگفت که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد و دوار بماند. فقه های الان بیشتر فاصله رو از هم دارن. بعد میریم به کلام ادیان. کلام ادیان باز به هم نزدیکترن تا فقه ادیان. بعد میریم بالاتر اخلاق ادیان. اخلاق ادیان باز به هم نزدیکترن. و وقتی میرسیم اون آخر میرسیم به جان ادیان که تجربه وحیانیه. اونجا دیگه فاصله از همه چی در واقع کم کنه. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگه احمد رو داشته باشی صد رو داری دیگه، پس طبعا نود هم داری، هشتاد هم داری، هفتاد هم. من نظر مولانا رو یک نوع اینکلوسیویسم میدیم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في سلسلة حوارات فكرية ومعرفية على قناة حيرة، وفي هذه الليلة نستضيف الأستاذ المفكر الفيلسوف الإيراني المعاصر الأستاذ مصطفى ملكيان. گفتگوی با جناب أستاذ مصطفى ملكيان میکنیم امشب. أستاذ ملكيان نویسنده ومتفكر وفيلسوف معاصر إيراني. أستاذ ملكيان بحث كتابهاي مختلف دارد در حوزة أخلاق، فلسفة أخلاق، دين، فلسفة دين، ودر باري معنوية عرفان وأدب فارسي البتأس جنبهاي معنوي وروحي، وبين بعضي معروف بفيلسوف أخلاق ومعنويات. وأز مهمترين بروجهاي فكرية أستاذ ملكيان نظریه عقلانیت و معنویت که در نوشتار و کتابهاش به تئوری خاص خودش درباره عقلانیت و معنویت پرداخته و شرح داد. بدایتا آقای دکتر سلام علیکم و شب شما بخیر و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خوشحالم که در خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگانم و سپاسگزاری میکنم از شما که واسطه شدید برای اینکه من بتونم برای مخاطبان غیر ایرانی هم چیزی که عرض کنم مطلبی گفته باشم و از نظراتشون بعداً استفاده کنم. در این گفتگو استاد درباره ابعاد عرفانی و معنوی و روحی میخوایم میپردازیم. از دیدگاه و نظرات آقای ملکیان میخوایم صحبت کنیم در این ابعاد. جناب استاد، همانطور که خودتون اظهار کردید در بحث عقلانیت و معنویت، شما قائلید که معنویت از چهار منبع اصلی اخذ کرده اید. یک، بنیان گذاران ادیان و مذاهب، مخصوصا ادیان شرقی مانند هندویزم و بودایزم و تاویزم. دو، فیلسوفان اگزیستانسیالیست که ما میگیم فیلسوفان وجودی یا الهی مانند کیرگور یا معروف به کیرگارد. سه، روانشناس غربی نهضت سوم و معاصر، یا روانشناس دیگه امثال مثلا آروین یالوم که کتابی دارد درباره وقتی که نیچه گریست و میپردازه به مشکلات روانی انسان مدرن و دغدغه های انسان مدرن که به چه شکلی هست. و چهارم، عرفای ادیان و مذاهب. و من میخوام از این بعد چهارم شروع کنم و سؤالی مطرح کنم. جایگاه عرفان و عرفا در مکتب فکری شما و در منظومه فکری خودتون و چه ارزشی و ویژگی های خاصی عرفان و عرفا به طور کلی دارن؟ خیلی متشکرم، خیلی ممنون. در رأیی که من اظهار کردم، یعنی جمع بین عقلانیت و معنویت، در بخش دوم یعنی در بخش معنویت این طرح شکی نیست که همه عارفان جهانی در این بخش معنویت محل توجه قرار می گیرن. به زبان ساده تر میخوام عرض بکنم که من به همون صورت که در بخش عقلانیت اتکاام بیشتر بر علم و فلسفه است،
در بخش معنویت بیشتر اتکا بر عرفان و پس از عرفان ادیان و مذاهب جهانی. بنابراین شکی نیست که بله عرفان رو میپذیرم به عنوان یکی از منابع رأی خودم، ولی چنین نیست که مرادم این باشه که هر رأی عرفانی از هر عارفی به گمان من پذیرفتنی است. من عقیدم بر اینه که حتی آراء عارفان جهان رو هم وقتی که میخواهیم بپذیریم و قبول کنیم، باید حتما با عقلانیت، با عقلانیت جدید و با اخلاق جهانی و با حقوق بشر سازگاری داشته باشه. بنابراین اگر بنابراین شد که مؤلفه‌ای عرفانی برگرفته از یکی از عارفان جهان وارد نظام اندیشگی بشه، چاره ای جز این نیست که اون مؤلفه هم حتما باید از یکی عقلانیت جدید، یکی اخلاق جهانی و یکی هم حقوق بشر، از این سه تا بوته آزمایش باید موفق و سرفراز بیرون بیاد. بنابراین و بر این اساس همه آموزه های همه عرفای جهان به گمان من پذیرفتنی نیست و من در نظر ندارم، وقتی که گفته می شود یکی از مؤلفه های معنویت عرفانه، در نظر ندارم که هر سخن عرفانی از هر عارفی رو بپذیرم. استاد شما بکدوم مدرسه عرفانی عرفا مثلا مستند میکنم؟ چون مدرسه های معنوی زیادن خیلین، حتی در مثلا مکاتب مسلمین ما مدارس صوفی داریم، مدرسه عرفانی داریم، و حتی در غرب مثلا مسیحیت اکهارت دارن و همینطور شانکارا هست و مثلا ادیان شرق. شما مثلا ببعضی ها خیلی مثلا معتقد درجه اراده درجه استفاده میکنید؟ به صورت 100% و در بس هیچ عارف، اما اینکه بیشتر تحت تأثیر چه عارفانی باشم رو میتونم جواب بگم. در جهان اسلام من بیشتر به عرفان خراسان بزرگ و نه عرفان غرب جهان اسلام، یعنی بیشتر به عرفان کسانی مثل مولانا جلال الدین بلخی، عین القضات همدانی، ابو سعید ابوالخیر و امثال اینها وابستگی دارم، تا به عرفان غرب جهان اسلام یعنی عرفان ابن عربی که در اندلس در واقع ظهور کرد. من عرفان شرق جهان اسلام رو به مراتب ترجیح میدم بر عرفان غرب جهان اسلام، یعنی عرفان خراسان بزرگ، این رو ترجیح میدم. اما در این حال من فقط عارفان جهان اسلام مد نظرم نیست. همطور که شما اشاره کردید، مثلا من به مایستر اکهارت به عنوان یک عارف مسیحی یا به ترزای آویلایی یا به خوان دولا کروز، دوتا عارف و عارفه اسپانیایی، خیلی نزدیکی احساس میکنم و خیلی با آرایشون موافقت دارم. به همین ترتیب وقتی که به ادیان شرقی هم رجوع میکنیم، آرای کسی مخصوصا مثل شنکره که یک نوع هندویزم وحدت وجودی است و تکبونی است، به او بیشتر وابستگی و علاقه دارم تا مثلا رامانوجا که یک عرفان غیر وحدت وجودی رو بیشتر اشمایم. بنابراین وقتی میگم عرفان، مرادم اولا عرفان جهان اسلام نیست، عارفان همه ادیان و مذاهب و همه فرهنگ ها مد نظرم هست. ولی در عرفان جهان اسلام من اگر بنابر این باشه که عرفان خراسان بزرگ و شاخص‌ترین چهرش رو مولانا بگیریم و عرفان غرب جهان اسلام و شاخص‌ترین چهرش رو ابن عربی بگیریم، من شکی نیست که بسیار بسیار احساس قرابت بیشتر میکنم با مولانا جلال الدین بلخی تا با ابن عربی. استاد به نقطه خیلی مهمی اشاره فرمودید و همین وحدت وجود عرفانی هندویزم
والی آقای شنکر و دیگران. من بعدا درباره جوهر دین یک سوالی مطرح میکنم، به این موضوع رجوع میکنیم، ولی الان گفتید عرفان مکتب خراسان، این سوال خیلی مهمه برای من. خب اگر خواستیم بحث کنیم درباره عرفان جهان اسلام، شما هم استاد ملکیان در حال نوشتن یک کتاب مفصلی هستند درباره نظام اخلاقی مولانا، و سوال اینه اگر خواستیم مقایسه کنیم بین از عرفان سیستماتیک یا عرفان اکادمیک که بعضی از پیروان مکتب ابن عربی و قونوی و جامی و قیصری و اینها معتقدن، این از یک سو، و از یک سوی دیگه عرفان ادبی فارسی، یعنی خود مولانا در مثنوی، خود فریدالدین عطار نیشابوری، حافظ سعدی و اونجا، که این عرفان ادبی خیلی برخوردار از حکمت، از اخلاق عملی، از درس های عملی برای زندگی یک آدم. بعد شما بله، چی علت های و چی اسبابی که شما ترجیح میکنید همین عرفان مکتب فارس؟ ولی هر دو عرفان دارن از وحدت وجود و انسان کامل و رشد معنوی حرف میزنن، ولی چرا ترجیح میکنید؟ عرض کنم که سوال خیلی خوبیه. یعنی در واقع علت ترجیح عرفان خراسان بزرگ بر عرفان غرب جهان اسلام رو میفرمایید. من شخصا عقیدم بر اینه که به سه جهت این ترجیح رو میشه موجه کرد. یکی این که عرفان غرب جهان اسلام بیشتر بر نظر پردازی و نظریه سازی و بیشتر به بحث‌های انتزاعی و بحث‌های درباره جهان هستی توجه داره، ولی عرفان شرق جهان اسلام یعنی عرفان خراسان بیشتر نظرش به مقام عمله و بیشتر از اینکه نظر پردازی بکنه بیشتر عمل پردازی میکنه، یا به زبان ساده‌تر بیشتر از این که بخواد جهان رو به ما بشناسانه بیشتر میخواد به ما بگه که در این جهان چگونه باید زندگی بکنیم و چگونه باید باشیم و چگونه باید به این جهان بنگریم. این یک نکته است. به نظر من ترجیح مقام عمل در قیاس با مقام نظر، این یک بچه روشان. یه بچه روشان دومی که وجود داره اینه که در عرفان شرق جهان اسلام ما جانشناسی بیشتر از جهانشناسی داریم. اگر به یادمون مونده باشه در سنت سقراطی گفته میشد که خود را بشناس، و از نظر کسی مثل افلاطون، از نظر کسی مثل سقراط، اگر انسان خودش رو نشناسه شناخت بقیه جهان هیچ سودی نداره، و اگر خودش رو بشناسه نشناختن بقیه جهان هیچ زیانی نداره. بنابراین کسی مثل سقراط و شاگردش افلاطون بیشتر تأکیدشون بر جانشناسی است تا بر جهانشناسی، بیشتر از این که بخوان یک نوع کاسمولوژی و جهانشناسی عرضه بکنن بیشتر میخوان یک نوع انسانشناسی عرضه بکنن. خب من به این سنتی که توجهش بیشتر به شناخت انسان و شناساندن انسانه بیشتر علاقه دارم، تا اینکه ما از مقامات عالم، از مراتب عالم، عالم ناسود، عالم لاهود، عالم جبرود، عالم هاهود، عرض کنم که مراتب مختلف وجود، من گرایشم به این بیشتره. اینم جهت دوم. پس جهت اول این بود که مقام عمل ترجیح داره بر مقام نظر. جهت دوم هم این که در مقام نظر هم جهانشناسی مرجوع هست نسبت به جانشناسی. جانشناسی رجحان داره بر جهانشناسی. و اما یکی سومی هم که وجود داره اینه که عرفان شرق با توده های مردم بیشتر سر و کار داره، جنبه اشرافی نداره، جنبه آریستوکراتیک نداره، بیشتر با اصناف و صاحبان حرف و مشاغل کار داره و با توده های مردم سخن میگه، و این توده های مردم رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده. اما عرفان کسانی مثل ابن عربی، مثل ابن حمزه فناری، مثل قیصری،
اینها عرفانشون بیشتر یک عرفان آریستوکراتیکه، یعنی عرفانی نیست که بشه با اون عرفان مخاطب قرار داد توده های مردم رو، مردم کوچه و بازار را. مردم کوچه و بازار طاقت ذهنی اون نظرپردازی ها و اون پیچیده نویسی ها و پیچیده گویی ها را اصلا ندارن. خب من هر جا که بتونه یک آموزه ای دموکراتیک تر بشه، به این معنا دموکراتیک تر که به تعداد بیشتری از انسان ها رو مخاطب قرار بده و با تعداد بیشتری از انسان ها بتونه گفتگو بکنه، من این رو بچه روچان میدونم. من معتقدم که ما نباید رضا بدیم به یک نخبه کمشمار و بعد به یک سلسله مردمی که از هر جهت عوامند و بسیار پرشمارند. هرچه بیشتر بشه تعداد پرشمارتری رو ما وارد فضاهای معنوی، فضاهای روحانی و فضاهای لااقل اخلاقی بکنیم بهتره. این کاریست که کسی مثل ابوالحسن خرقانی، کسی مثل ابوسعید ابوالخیر بسیار موفق‌تری در انجامش تا کسی مثل قیصری یا قونوی یا ابن عربی و دیگران. اینا یک عرفان آریستوکراتیک دادن به جای عرفان دموکراتیک. و خب من این رو یه بچه مرجوعیت میبینم براشون و بچه بچان رو بر طرف مقابلشون به این جهت هم قائل. استاد در جانشناسی هم در ادبیات دینی و حدیثی ما داریم که مثلا معرفت النفس انفع المعارف یا من عرف نفسه فقد عرف ربه و انتور. بله دقیقا همینطوره. و عجب از اینه که کسانی که مدعی اینن که ما تحت تأثیر قرآن و حدیثیم، تحت تأثیر کتاب و سنتیم و به تعبیر شما انفع المعارف معرفت و نفس و من عرف نفسهو فقط عرف ربهو امثال و ذلک، ولی در عین حال میبینیم که یه بخش عظیمی از میراث فرهنگی اینها اصلا ربطی به خودشناسی و انسانشناسی و جانشناسی نداره. شما کتاب‌های فلسفه ما رو بگیرید، از کندی تا فارابی تا ابو علی سینا تا بیاد برسه به ابن رشد و بیاد برسه به صدرای شیرازی در ایران تا زمان ما، این کتاب‌های حکمی و فلسفیشون رو ببینید، ببینید واقعا چه حجمی از مطالبش جانشناسیه. درباره اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، در باب جوهر، عرض، علت، معلول، وحدت، کثرت، قوه، فعل، حرکت، سکون، ثبات، تغییر، درباره همه اینا حرف میزنن. اما ببینید بخشی که مربوط به انسان شناسی در این کتاب‌های فلسفی چه حجم ناچیزی. و اتفاقا از زمان کندی وقتی تا زمان ما برسیم، هرچی به زمان ما نزدیکتر میشیم ببینیم حجم انسانشناسی متون فلسفی ما کمتر میشه. یعنی اگه شما در مجموعه آثار بازمانده مثلا از ابن سینا حجم مطالب انسانشناختی رو در نظر بگیرید، ببینید باز یک کسر بیشتری از آثار ابن سینا مربوط به انسانشناسی. ولی شما بیایید در صدرای شیرازی و بعد بیایید در حاجم اللهادی سبزواری و بیایید در مرحوم طباطبایی، ببینید این حجم، این حجم انسان شناسی نسبت به مجموعه آثار، ببینید حجم خیلی کمتری از زمانه عرض کنم که مثلا ابن سینا. این به نظر من یک انحراف، یک نوع متناقض اندیشیه که شما در فرهنگ زندگی میکنید که میگه اگر خودت رو بشناسی همه چیز رو برنده ای و اگه خود رو نشناسی همه چیز رو باخته ای. ما بعد ببینیم حجم میراث فلسفی و میراث حکمی و بلکه یک بخش عظیمی از میراث عرفانی عرفان غرب جهان اسلام، ببینیم اصلا ربطی به انسان نداره. اونقدر که بحث میکنن از مباحث وجود، اونقدر که بحث میکنن از جهانشناسی، اونقدر که بحث میکنن از مباحث مربوط به این که عالم طبیعت چه وضعی داره در قیاس با عالم ماوراء طبیعت، توجه میکنید شما عالم مجردات، عالم مادیات، عالم مثال،
ولی ببینید در باب انسان بسیار تطبیقاتشون کمتره. و خب من خودم به نظرم میاد که فارغ از این که ما طرفدار اسلام باشیم یا نباشیم و فارغ از این که خودمون دیدگاه اسلام رو بپذیریم یا نپذیریم، ولی اینو میتونیم به هر حال بگیم که اگر کتاب و سنت ملاک عمله، یه بخش عظیمی از فلسفه و حکمت جهان اسلام از این عدول کرده. توجه میکنید؟ و بیشتر تحت تأثیر یک سلسله فلسفه های غیر اسلامی و دیدگاه های غیر اسلامی قرار گرفته. این حتی کنی چرز میکنم. من این رو یک نقد میدونم. گفتم اصلا مهم نیست که شما به اسلام معتقد باشید یا نباشید. مهم اینه که کسانی که میگن ما معتقدیم به اسلام چرا اینجور اینقدر که از احکام ماهیت و وجود بحث میکنن، راجع میکنید. اصلا در باب عوالم درونی ما بحث صورت نمیگیره. نظر میکنید این که باورهای ما چگونه شکل میگیرن، احساسات و عواطف ما چگونه شکل میگیرن، نیازهای ما چگونه شکل میگیرن، خواسته های ما چگونه شکل میگیرن، ارتباط باورهای ما با احساسات و عواطفمون، ارتباط احساسات و عواطفمون با خواسته ها و اهداف و هنجارها و ارزشها و آرمانهامون، اینات میکنید. شما دقت بکنید که اگر ما بنابر این بود که بخوایم درباره انسان سخن بگیم، چقدر باید درباره تنهایی انسان سخن میگفتیم، چقدر درباره مرگ باید سخن میگفتیم، چقدر درباره معنای زندگی باید سخن میگفتیم، چقدر درباره آزادی باید سخن میگفتیم، چقدر درباره مسئولیت باید سخن میگفتیم. توجه میکنید استاد؟ در این زمینه مثلا کتاب های مانند مثلا منازل السائرین و مقامات السالکین آقای انصاری هروی، مانند این کتاب ها چطور توصیف و تقدیم میکنید که در منازل روح، که صد منزل و احساسات روح و حالی خیلی خوبه. اینا اتفاقا خیلی خوبه، ولی اتفاقا اینها بیشترشون به سنت خراسان بزرگ تعلق دارن. من تکیم رو این بود که در عرفان غرب جهان اسلام این خیلی مقبول، این هم محسوب میشه از همین مکتب های خراسان بزرگ. دقیقاً دقیقاً بله. میخوام بگم فلسفه به اصطلاح اسلامی که به کلی در واقع در این جهت ضعیف و نحیفه، و اما در عرفان هم باز اونی که یک قوتی در این جهت نشون میده عرفان خراسان بزرگ، یعنی عرفان شرق جهان اسلامه، نه عرفان غرب. استاد در این زمینه فکر میکنم شما بحث خیلی مهم و عمیق دارید مطرح میکنید. من یادم یک جمله از شهید مطهری که تفریق میکنه بین از انبیاء و فلاسفه، گفت انبیاء اومدن برای مثلا ما میگیم در عربی تربیت النفوس و تهذیب الارواح و صناعه الانسان، فلاسفه اومدن برای یک چیز چنین مثلا طرحای فلسفی و عقلی عمیق که مثلا فقط بعضی شو متوجه میشن. و این مشکله مثلا شاید بعضی از بحثای عرفانی و مکتب غرب اسلامی که بیشتر بحثای عرفانیشون تخصصی و نخبگی و پیچیده و سخت شاید و مفید برای همگان نیست، برای عموم مردم نیست. البته بعضیشون سعی میکنن که میگن نه، اونم مثلا جوانبی هست، مثلا در ابن سینا نمط العارفین هم هست و مقامات العارفین، ولی دیگه خیلی موسع نیست. دقیقاً بله، البته شکی نیست که مثلا مقامات العارفین یا فی البهجت و السعاده یا اسرار الآیات، این سه بخش آخر الاشارات و تنبیهات بوعلی اتفاقا ناظر به اینه. ولی شما این حجم رو قیاس کنید با حجمی که درباره این مطالب نیست، وگرنه شکی نداره که سنمت آخر الاشارات و تنبیهات یعنی فی البهجت و السعاده و نعمت العارفین و اسرار الآیات، اینا همش همین مباحثه. ولی بحث اینه که این حجم قیاس ناپذیر با حجم عظیمی که ما در اون قسمت داریم. استاد فکر میکنم هم این متأثر میشه از بعضی از مؤثرات، مثلا وقتی که یک آدم یا یک فیلسوف در کنتکست یک مدرسه علمی، یک جو اکادمی، یک نمیدونم شاگردان مثلا اهل معرفت و علم، بیشتر به سمت نظریه پردازی و جهان شناسی میپردازه، ولی وقتی یک مثلا مربی، یک مرشد، یک شیخ الطریقه داره به کل مثلا مردم نگاه میکنه، اون وقت مثلا
هيك مكتبه مثل مكتبه عطار، يعني مكتبه مثل مولانا، يعني مكتبه حافظ، يا چنین مکاتبی ما رو برویم، درسته؟ بله بله، من فکر میکنم سه تا عامل خیلی مهمه که ما به اون مباحث نظری بیشتر اهمیت بدیم تا مباحث عملی. یکی این که معمولا مباحث نظری بیشتر ما را مشهور میکنه، بیشتر برای ما حیثیت اجتماعی فراهم میاره. ببینید شما فرض کنید که شما یکی از بزرگترین فلاسفه عصر خودتون باشید تا اینکه شما یکی از بزرگترین اخلاقیان زمان خودتون باشید، آیا به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان ثروت بیشتر عائدتون احتمالاً میشه و شهرت بیشتر و احترام بیشتر و آبروی بیشتر و محبوبیت بیشتر، تا اینکه بگن یک انسان بسیار متخلق به اخلاق؟ اگر در یک مجلس و محفلی یک فیلسوف تراز اول وارد بشه، آیا به همون میزان احترام میبینه تا یک انسان به تمام معنا اخلاقی؟ توجه میکنی؟ میخوام بگم مطلوبهای اجتماعی که ما معمولا در زندگی به دنبال این مطلوبهای اجتماعی میریم، در علم و کتاب و دفتر و دستک و مدرسه و استاد بیشتر پیدا میشه تا عمل. توجه میکنی؟ خب این یک نکته است. نکته دوم این که علم آموزی خیلی آسان تر از عمل کردن، این هم نکته دومیه. یاد گرفتن علم، خواندن کتاب، متبحر شدن در یک رشته علمی، این بسیار کار آسان تریه تا متخلق شدن به اخلاق حسنه، تا صاحب فضائل اخلاقی شدن. خب کار خیلی دشواریه و خب معمولا ما ممکنه کار دشوار رو ترجیح ندید بر کار آسان. توجه میکنی؟ کار آسان رو ترجیح بدید. خب من میبینم که با 20 سال 25 سال مطالعه میتونم یه مقام علمی چشمگیری در جامعه هم پیدا کنم، ولی آیا من با 25 سال ریاضت کشیدن و حدیث نفس کردن و محاسبت و نفس کردن و مشارتت و نفس کردن و با خودم گفتگو کردن و تهذیب نفس، آیا میتونم انسان خیلی شاخصی بشم؟ خیلی کار دشواریه. واقعا علم آموزی از عمل کردن به معلومات خیلی کار آسان‌تریه. این هم یک نکته است. و اما نکته سومی هم که وجود داره و اون نکته سوم هم کم اهمیت نیست، اینه که آدم وقتی که علم می آموزه معمولا به عذاب وجدان دچار نمیشه، اما وقتی به مقامات عرفانی و اخلاقی میخواد توجه کنه همیشه عذاب وجدان داره، از خود شرمساره. توجه میکنید؟ شما اگر عمری فیزیک مطالعه کنید یا شیمی مطالعه کنید یا فلسفه مطالعه کنید، تقریبا هیچ وقت به خود نمیاد، خودتون رو سرزنش نمی کنید، نکوهش نمی کنید، اما کافی یک صفحه از این کتاب اخلاق بخونید، شروع کنید به سرزنش خودتون، نکوهش خودتون، انگار مواجهه با خودتون براتون دشوار میشه دیگه، انگار خودتون نمیتونید خوب تحمل کنید. میدونید؟ نمیتونید خودتون خوب تحمل کنید. کم 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 با خودتون ستیز پیدا میکنید. خب معمولا آدم نمیخواد با خودش مواجه بشه. کتابهای اخلاقی و معنوی آدم رو با خودش مواجه میکنن و مواجهه با خود کار آسان نیست. اما شما عمری کتاب فلسفه بخونید، هیچ وقت با خودتون مواجه نمیشید و بنابراین دستخوش عذاب وجدان نمیشید، شرم پیش خودتون پیدا نمیکنید، توجه میکنید، پشیمانی پیدا نمیکنید، حسرت پیدا نمیکنید، اندوه پیدا نمیکنید. خب این جهات هم مؤثره در این که آدم به جای اینکه به مقام عمل و تهذیب نفس و اصلاح خلقی خودش بپردازه، بره به دنبال علم آموزی و عرض کنم که دکتر شدن در این رشته، دکتر شدن در اون رشته، صاحب نام بشن، شدن در یک رشته مثلا علمی، یک رشته فنی، یک رشته هنری و هر چیز دیگه. مخصوصا در این زمان، چون ما در زمان و میگیم در الحداثه یا پست مدرنیسم، نمیدونم در زبان فارسی چی میشه، حالا در این زمان تکنولوژی آدم ها بیشتر علاقه دارن به این چیزها یا بحث‌های علمی، چون حتی این مرتبط میشه با جوانب حاکمیت و سلطه و سیاسه و این چیزها، چون اونها مثلا بیشتر به این چیزها تقدیر میکنن، یا کلا اصلا در بستر
تخصص و نخبه داریم زندگی میکنیم در کل زمینها. پس ما شاید مثلا بیشتر علاقه داریم به اون چیزها و این چیزها اصلا در این زمان معنا نداره. دقیقا همون نکته است که عرض کردم، مطلوب های اجتماعی رو اینها بیشتر برآورده میکنن برای ما، یعنی اینا بیشتر به ما قدرت میدن، شهرت میدن، ثروت میدن، محبوبیت میدن. خب ما هم این چیزها رو میخواییم، میبینیم این چیزها رو در دفتر و دستک و کتاب و استاد دانشگاه بیشتر دست میاد تا در اینکه یه دیری صومعه ای رو انتخاب کنیم، راهب بشیم، راهبه بشیم، به مراقبه خودمون بپردازیم، تمرکز کنیم، مراقبه کنیم و امثال دیگر. استاد اگر یکم برمیگردیم به مثلا عرفان ادبی فارس، مثلا مولانا جلال الدین بلخی رومی یا مثلا عطار نیشابوری و اون داستانهای پر از حکمت فیه ما فیه، یا خود مثنوی یا کتابهای دیگه، یا خود کتابهای عطار همون نامه الم، المصیبه والالم، نمیدونم فارسی چی میشه، مصیبت نامه، بله. فکر کنم یک واژگی خیلی مهمه که این میشه مثلا چشمه حکمت، دریای حکمت، داستانهایی شما گفتید این برای عموم مردم دموکراتیک تر، ولی این لایه‌ها هم داره، یعنی مردم عادی هم میخونه، میتونه میفهمه، فیلسوف، عارف، اهل معنا، هر کسی به اندازه خودش، سالت اودیتون بقدرها، یعنی مانند قرآن و این کتاب خیلی مقدس. شما قبول میکنی که این در این زمینه اگر خواستید اشاره های دارید؟ بله بله قبول میکنم، قبول میکنم که ممکنه یک سخنی سطحیش رو بنده ادراک میکنم و عمقش رو شما ادراک بکنید، قبول میکنم، اما حسن کار اینه که سطحش رو همه ادراک میکنن لااقل. حالا اگر عمقش رو همه ادراک نمیکنن، ولی سطحش رو همه ادراک میکنن، خود این سطح هم به نظر من آثار و نتایج مثبت خودش رو داره. بله کاملا قبول. بعد استاد هم تکیه میکنم من در همین فلسفه حکمت که اونها بر این تکیه کردن، نظری دارید؟ یعنی در مکتب های عرفانی دیگه شما میبینید مثلا یک سیستم معرفتی، یک سیستم وجودی داره، ولی اینا مثلا این که دارید میخونید داستان های زندگی. بله بله کاملا با شما موافقت دارم، کاملا موافقت دارم، و میتونم اینو اگر بخوام به صورت فنی تری بیان بکنم، این عارفانی که شما الان بهشون اشاره میکنید به مسائلی میپردازند که وقتی این مسائل حل میشن در زندگی عملی ما تأثیر محسوس و ملموس دارن. توجه میکنید؟ شما فرض کنم که مثلا در بحث علیت و معلولیت فلسفه استاد تمام بشید، بحث جوهر و عرض رو درش استاد تمام بشید، آیا زندگی عملیتون فرقی خواهد کرد با قبل از اینکه اصلا جوهر و عرض رو نمیشناختید یا علت و معلول رو نمیشناختید؟ زندگی عملیتون در نهاد خانواده با همسرتون، با فرزند یا فرزندانتون، در نهاد اقتصاد با دوستانتون، با همکارانتون، با رقباتون، با عرض میکنم دشمنانتون، هیچ تأثیری نداره که شما انواع علیت رو از هم تمیز بدید یا انواع جوهر رو تمیز بدید از هم، انواع اعراض رو از هم تمیز بدید. درسته؟ شاید یکم وقتی که من احساس میکنم یا ثابت میشه عقلا که من فقیرم، محتاجم به خدا، خب متوازعتر میشم، ولی نه در کل ابحاث. درسته؟ بله نه در کل ابحاث این نیست. بله مثلا فرض کنید که شما میگید که این که ما هممون یک نحو ارتباط علی معلولی با علت العلل داریم، این یک احساس نیاز، یک احساس تعلق، یک احساس وابستگی میاره، ولی این در یک چنین بحثیه. اما عوضش وقتی شما برید سراغ اون عرفان‌ها که مثلا مولانا میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست، این که آدم قیمت هر جنسی و متاعی رو بدونه ولی قیمت خودش رو ندونه چقدر میارزه خودش، این نهایت بلاهت و حماقته. من فکر میکنم این تأثیری در زندگی عملی من داره که تمام مباحث جوهر و عرض نداره. ببینید نمیخوام تخطئه کنم، نمیخوام بگم فلسفه نباید وجود داشته باشه، غرضم اینه که در مقایسه فلسفه با عرفان و مخصوصا عرفانی مثل عرفان خراسان بزرگ، عرفان و
برای زندگی عملی ما سودمندتره، وگرنه فلسفه هم خودش کارکرد خودش رو داره و شأن خودش رو داره و حتما هم نیازهای دیگری رو برآورده میکنه. بحث هم در نیازهای محسوس و ملموس زندگی ماست. استاد اگر دوست دارید یکی دوتا مثال خیلی مفید و مؤثر و لذت بخش درباره همین حکمت عملی که از مثلا از مولانا یا از مثلا عطار چیزی برای بینندگان که مفید باشه، یک حکمتی به ذهنت هست که دلیل میشه بر این فرمایشات شما؟ بله، مثلا فرض بکنید که در مقالات شمس بارها و بارها شمس این مطلب رو مورد تأکید قرار میده که اینقدر بحث توحید خدا کردن چه سودی داره، که بگی خدا واحد است و بسیط است و هیچ جزئی نداره و کاملا بسیطه. میگه چون تو خودت 600 هزار تکه شده ای و هر تکه ای به سوی از جهان مایل شده، تو برو خودتو بساطت به خودت بده، به درون خودت وحدت ببخش. خب حالا اگر خدا واحد است و بسیط است و هیچ جزئی هم نداره، چه سودی برای تو داره که خودت 600 هزار جزء شده ای و اجزاء در جهان پراکنده هست؟ خب این میدونی یعنی چه؟ یعنی حالا فرض میکنیم خدا واحدم باشه، به من چه؟ من باید خودم واحد بشم. نهت میکنیم؟ خب این که من خودم باید واحد بشم و اینقدر احوا و میول متعارض نداشته باشم، میلهای مختلف، هواهای مختلف، خواسته های مختلف، خب این چقدر مؤثر در زندگی من که من به جای این که دائما بر توحید خدا تکیه کنم، سعی بکنم بر توحید خودم رو وحدت به خودم ببخشم، یک نوع یگانگی، یکتایی، یکتویی به خودم بدم. خب من فکر میکنم این نکته خیلی مهمه. یا نکته دومی که باز هم در مولوی هست هم در شمس، مولوی و شمس هر دوشون برای تأکید میکنن که اینقدر که شما از معجزات پیامبر میگی و از معراج پیامبر میگی چه سودی داره؟ ما فرض میکنیم که پیغمبر به معراج رفت، به تو چه؟ تو باید خودت به معراج بری. این که اینقدر قصه های معراج و معراج جسمانی بوده یا روحانی بوده، نمیدونم آیا بر براق سوار شدن تا کجا و جبرائیل بودن، از کجا به بعد جبرائیل گفته که لودنه و تو انمولتن لحترق تو، من دیگه یک سر انگشت نمیتونم نزدیک سر بشم. اینا چه سودی داره؟ تو اگر میخوایی واقعا پیرو به پیامبر باشی، به خودت بگو پیامبر معراج رفته، منم باید معراج برم، نه داستان معراج پیامبر رو نقل بکنم. خب ببینید این حکمت کم اهمیتی نیست. خودت اهل معراج باشید. میگم خودت اهل معراج باشید. آفرین، خودت اهل معراج باشید، نه داستان معراج دیگران رو نقل بکنی. حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت نویسن. این که تو حکایت دیگران رو بنویسی و نقل بکنی چه سودی داره؟ تو جوری زندگی کنی که دیگران حکایت تو رو بنویسن. یا مثلا اون حکمتی که من ازش تعبیر میکنم به حکمت به من چه، که باز مورد تأکید شمس هست مخصوصا و تا حد فراوانی هم مولانا، که چیزهایی که در مقام عمل سودمند نیستن برای تو نمیخوای وارد اون مباحث بشی. منت میکنی؟ گویان که در سقسین، مولانا در کلیات شمس میگه، گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. گویان که در یک سقسین، در یکی از روستاهای ماوراءالنهر، شخصی که اونم نمیدونیم کیه، میگن که دو تا کمان داشته و یکی از دو تا کمانهاشو گم کرده. خب حالا چه سودی برامون؟ فرض کنید که من تحقیق کردم و فهمیدم این خبر راستم هست، به من چه؟ توجه میکنید؟ شمس در یکی از در همین مقالات شمس جایی نقل میکنه که برخوردن به جوهی که یکی از در واقع عقلاء المجانین بود، که ما ازشون تعبیر میکنیم مثل بهلول که تعبیر ازشون میکنیم به عقلاء المجانین، بهش گفتن که دارن یک سلسله هدایایی میبرن
کارگرانی در این سلسله هدایایی رو برای خانچه هایی گذاشتن روی سرشون دارن میبرن. گفت که به من چه؟ گفتن آخه به خانه تو میبرن. گفت به تو چه؟ اگه به خانه من میبرن به تو چه؟ و اگر به خانه من نمیبرن به من چه؟ این معنیش اینه که من فقط باید برم سراغ چیزی که به خودم ربط داره. راجعون کنیم اگر خانچه رو به طرف خانه من نمیبرن به من چه که تحقیق در بابش بکنم؟ و اگر به خانه من میبرن به تو چه؟ تو برو دنبال کار زندگی خودت. خب من به این میگم حکمت به من چه؟ یعنی این که ما به دنبال دانستن علومی باید بریم که این علوم وقتی دانسته میشوند، این مجهولات وقتی تبدیل به معلوم میشن، در زندگی عملی ما مؤثر میفتن. اینات میکنی؟ شما بسیاری از این مباحث رو وقتی میدانید با وقتی نمیدانید زندگی عملی توش فرق نمیکنه. البته آکادمیسیان ها این کار رو میکنن، باید هم بکنن، اما بحث بر سر اینه که اگر بناست ما زندگیمون بهتر بشه، ما به عنوان یه آدمی که قصدش اصلاح خودشه و اصلاح جامعه خودش هست به تبع اصلاح خودش، ما باید دنبال مسائلی بریم که سودی داشته باشیم. خب من مثل همون آیه قرآن که گفته میشه که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. خب چرا سوال میکنیم از چیزهایی که سودی نداره بلکه زیانی هم داره؟ خب این حکمت کم اهمیتی نیست. و اگر این حکمت شما به جد بگیرید، میبینید اکثر کتابهایی که در طول عمرتون خونده اید مشمول همین حکمه که به هیچ دردی نمیخوره. توجه میکنید خیلی از کتابهایی که ما میخونیم اینا مشمول همین حکمه که به هیچ دردی نمیخورن. عنایت میکنید البته شکی نیست که وقتی که شما شغل و حرفه‌ای بخواید داشته باشید، باید حتما در یک علمی یا فنی یا هنری متخصص بشید، و برای اینکه متخصص بشید باید کتاب‌های مربوط به اون علم یا فن یا هنر یاد بگیرید. این که مسلمه، ولی میخوام بگم از شغل که گذشتیم، بقیه زندگیمون رو به دنبال دانستن چه دانستنی‌هایی باید برید؟ بقیه زندگیمون رو به دنبال دانستنی‌هایی باید برید که وقتی می‌دونیم یه تغییری در ما ایجاد می‌کنن. وگرنه چه سودی داره که شما بدونید که مثلا در فلان کهکشان چه می‌گذره؟ کهکشانی که مثلا میلیاردها سال نوری با شما فاصله داره. حالا من بفهمم که در اون کهکشان چه میگذره یا نفهمم، برای زندگی عملی من با همسرم، با دوستانم، با همکارانم، با دشمنانم، با رقبا، با رفقام، با خیش، با بیگانه، با خودم چه تأثیری داره اینا؟ من میخوام این عرض بکنم که غیر از یک رشته علمی یا فنی یا هنری که چاره ای نداری جز این که در اون رشته متخصص بشی برای اینکه بتونید یک شغل حرفه‌ای رو متکفل و متعهد بشید، غیر از این دیگه بقیه عمرتون رو صرف دانستنی‌هایی بکنید که این ویژگی کاربردی بودن رو داشته باشه. حتی قرآن استاد به این اشاره کرد وقتی که گفت اصلا مهم نیست اهل کف پنج بودن یا شش یا هفت، با اون مثلا دقیقاً یا مثلا دیگه هم در قرآن دقیقاً که دگاف مثلا رنگش چی، جزئیاتش چی، یعنی قرآن چند بار به این استاد ولی به همین خاطر هم عرفا اشاراتی دارن که میگن مثلا خودت شب قدر خودت بساز یا خودت رو پیدا کن. این کافی نیست که مثلا بله، یعنی هر آدمی وقتی که به یک تحول میرسه اون تحول شبه قدر خودش محسوب میشه مثلا. دقیقا، کاملا قبول دارم، کاملا درست. زیباست. خب استاد اینجا میتونیم یک سؤال دیگه هم مطرح میکنیم. معمولا در عرفان اسلامی و تصوف اسلامی هم اونا میگن سلایق و اذواق، یا مثلا نمیدونم اذواق چی میشه فارسی. خب سلائق گوناگونن مختلفن، یک عارف خراباتی، یک عارف نمیدونم جمالی، یک جلالی، یک برخوردار از بعضی از اسماء الهی، یکی اسماء الهی دیگه، و همینطور به همین خاطر زندگیشون یا جوانب روحی و معنویشون هم فرقی میکنه. در خب و در این زمینه هم میشه مقایسه کرد مثلا بین از دو شخصیتی، شخصیت ابو سعید ابو الخير از یک سو و شخصیت عین القزات همدانی که بعضیشون هم میگن که عارف محبت و عشق هم بوده، بین از این دو عارف چه فرق هایی داره و شما کدوم یکی از اینها بیشتر علاقه دارید و میپسندید؟ اولا قسمت دوم سوالتون جواب بدم، من
اگر ام دائر بشه بین عین القضات همیدانی و ابو سعید ابوالخیر که کدام رو ترجیح میدم، البته من خودم شخصا به جهاتی به عین القضات همیدانی بسیار احساس علاقه بیشتری میکنم، اما اینم شاید بستگی داشته باشه به قسمت اول سوالتون و اون که خود اینم که من به عین القضات همیدانی بیشتر احساس نزدیکی و قرابت میکنم، این هم شاید بستگی داشته باشه به ویژگی های شخصیت و منش من، توجه میکنید، به ژنتیک من، به تعلیم و تربیت من، به این امور بستگی داشته باشه. بنابراین برمیگردم حالا به قسمت اول سوال. سوالتون اینه که آیا واقعا میتونید بپذیرید که حتی در عرفان هم سنخ روانی ما آدمیان، سنخ شخصیت و منشمون تأثیر داره و مثلا سه شخص خاص ممکنه یکی عارف به عرفان عشق باشه، یکی عارف به عرفان معرفت باشه، یکی عارف به عرفان نور باشه، یکی بیشتر اهل کانتمپلیشن باشه یعنی اهل مشاهدت باشه، یکی بیشتر اهل اکشن باشه یعنی اهل مجاهدت باشه. ما عارفانی داریم که کانتمپلیتیو هستند، بیشتر اهل مشاهدت هستند، اما یه کسانی هستن بیشتر اکتیو هستن یعنی اهل مجاهدت هستن. همون داستان معروف مارتا و مریم در عرض کنم که انجیل، که این دوتا خواهر یکی کاملا خیره شده بود در مهمان خودشون یعنی حضرت عیسی و چشم از او بر نمیگره و خواهر دیگه داشت تو آشپزخونه وسایل پذیرایی از عیسی رو فراهم میکرد. خب این در واقع این دو تا خواهر مریم و مارتا در واقع نماینده دو نوع عرفانن، عرفان کانتمپلیتیو و عرفان اکتیو. عرفانی که اهل کانتمپلیشن، بیشتر به مشاهده خود، مراقبه خود کار داره، و عرفانی که بیشتر اهل عمله، بیشتر اهل کار کردنه. همه اینها به نظر من میاد که میتونه به سنخ شخصیتی و منشی عرفا ربط داشته باشه و بنابراین میخوام از اینجا نتیجه بگیرم که نمیشود یکی از این عرفانها رو لزوماً ترجیح داد بر عرفان دیگه. اصلا یکی از محاسن عرفان اینه که برخلاف فقه یکسان ساز کننده نیست. فقه یکسان ساز میکنه، به این معنی که میگه هر پسری به سن تکلیف رسید مثل سایر پسرانیست که به سن تکلیف رسید و هر دختری به سن تکلیف رسید دقیقا مثل سایر دخترانی است که به سن تکلیف رسیده، یعنی همه پسران مکلف و همه دختران مکلف یک سلسله احکام واحدی رو همه باید اجرا کنند. واجباتشون عین همه، مستحباتشون عین همه، مکروهاتشون عین همه، محرماتشون عین همه. فقه اساسا یک نظر یکسان ساز کننده داره، یعنی میگه همین که مکلف شدی مثل بقیه مکلف هایی. اما عرفان اینجور نیست. عرفان اجازه میده که هر کسی به راه خودش بره. حالا من این جمله رو نمیخوام در واقع حدیث بدونم، ولی جمله ایست که خیلی عارفان متمسک میشدن، طرق الالله به عدد انفس الخلایق یا به عدد نفوس الخلایق. این یعنی یک نوع پلورالیزم، یک نوع پلورالیزم در ناحیه عرفان و سیر و سلوک عرفانی. این پلورالیسم در فقه نیست، نه در فقه یهود هست، نه در فقه مسلمانان هست، حتی نه در فقه بسیاری از مکتب‌های ششگانه هندویی این پلورالیسم وجود نداره. وقتی ما سر و کارمون با سیر و سلوک عرفانی میفته، آهسته آهسته می‌بینیم که پلورالیسم ظاهر میشه و گفته میشه که همه رو نباید با یک حکم محکوم کرد، همه رو نباید یک جور وارد سیر و سلوک کرد، از همه نباید یک توقع و انتظار داشت. و من فکر میکنم خیلی این محسوب میشه از تقدیر و احترام خیلی بسیار مکتبهای عرفانی به تنوع ارواح آدمیان در باره سیر و سلوک و معنویت و رسیدن به خدا. دقیقا کاملا قبول میکنم، ولی این در فقه وجود نداره. ببینید شما به محض اینکه مکلف شدید یک مذکر مکلفید، یک مؤنث مکلف. مؤنث مکلف مثل همه مؤنث‌های مکلف دیگه است، مذکر مکلف هم مثل همه مذکرهای مکلف دیگه. حتی اگر دقت بکنید
فقه در بسیار از احکامش، حتی بین زن و مرد هم، نه در همه احکام، در بسیار از احکامش بین زن و مرد هم یک نوع قاعده رو جاری میکنه. توجه میکنید؟ من خودم معتقدم که این که عرفان توجه به این پیدا میکنه که همه را با یک روش نباید به راه انداخت و بلکه باید اجازه داد که همه برن به طرف راه‌های مختلف و هر گروهشون رهسپار راهی بشن، و بلکه نه هر گروهی، بلکه هر فردی رهسپار راه خاص خودش بشه. منت میکنید؟ و کلون یعمل و علا شاکلته، به تعبیر قرآن هر کسی باید اجازه بدیم بر شاکله خودش عمل بکنه، نه اینکه بخوایم همه شاکله ها رو خونسا بکنیم و بگیم همه با شاکله های مختلف باید مسیر واحدی رو در پیش بگیرن. من فکر میکنم این یک آموزه خیلی قابل اعتنا و پذیرفتنی و موجهه در عرفان ها هست که در فقه ها مفهومه نیست. استاد شاید میخوام اضافه کنم، شاید چون فقه میپردازه به حد ادنای تکلیف، یا مثلا فقط به تکلیف قانونی یا فقهی، اصلا نظرش نیست بر مثلا جوانب معنوی و روحی و اخلاقی آدم. شاید به همین خاطر اینا خیلی نپرداختن به این بحث اصلا. کاملا میپذیرم، ولی از یه طرف دیگه یه چیز دیگه میگم، و میگم متاسفم برای فقهی که اصلا به توجه به روحیات نمیکنه. میخوام بگم سخنتون درسته ها، سخنتون اینه که فقه به ظواهر توجه داره نه به بواطن. توجه میکنید؟ به رفتار بیشتر کار داره تا به ذهن و ضمیر و روان آدمی ها. میگم از نظر درست میگید، ولی با این همه جای خیلی تأسفه که فقه با این کار چه خساراتی به گمان من وارد میکنه به جامعه، برای اینکه توجه نمیکنه که انسان ها هیچ دو فردشون مثل هم نیستن، و بنابراین ما باید اجازه بدیم یک نوع تکثر رو چه در ناحیه سیر و سلوک عرفانی، چه در ناحیه تجربه عرفانی، و چه در ناحیه مناسبات عارف با غیر عارفان، مناسبات عارف با کسانی که در سیر و سلوک عرفانی نیستن، یعنی با عموم مردم. البته بعضی از فقها که خودشون عرفا بودن، خودشون مثلا احکام صلاه نوشتن، آداب معنوی صلاه هم نوشتن، اسرار صلاه هم نوشتن. مثلا اگر ما فتوحات ابن عربی هم میبینیم در نوشتن حکم فقهی قانونی توش نهفته همون جوانب معنوی و روحی و اسرار و رازهای و اسماء الهی. يعني بعضی فقها جامع المعقول والمنقول والجوانب روحی بودن، ملتفت بودن و سعی کردن که شکی نیست. این البته نشون نمیده که فقه و عرفان یکی شدن، این نشون میده که گاهی میشود شخص واحدی هم مصداق فقیه باشه و هم مصداق عارف، و بنابراین هم فقهش در عرفانش مؤثر باشه، هم عرفانش در فقهش مؤثر باشه. ولی به طور کلی بخوام بگم فقه نظرش به ظواهره، عرفان اتفاقا نظرش به بواطن. خیلی علی مفید بود. درباره عرفان و شریعت هم یک سوالی دارم، ولی در بخش پلورالیزم بعدن. ولی استاد الان اگر اجازه میدید لطف میکنید، میخوایم از بعضی از تجربه های معنوی و روحی خاص خودت بشنویم، اگر منعی نیست. خاطره ها یا یک حادثه مهمی در زندگیت که خیلی اثر داشته در زمینه رشد معنوی و روحی شخصی خودت، یه چیز نمیدونم، حالا هر چیزی که میخواید شما مطرح میکنید برای بینندگان. من متاسفانه واقعا اهل سیر و سلوک عرفانی نیستم متاسفانه، و طبعا هم از من نباید توقع داشت که تجربه خاصی برام پیش آمده باشه، ولی میتونم بعضی از نکاتی که در روحیه خودم خیلی مؤثر بوده و منو گرایش داده به مثلا معنویت، اینو میتونم یه مواردی بگم، ولی اینو هیچ کدومش از مقوله حوادث عجیب و غریب و حوادث یک کمی فراروان شناختی و غیر عادی و خارق عاده است، نه نیست، من اونها رو ندارم. ولی چرا میتونم بگم که یک سلسله چیزهایی تو زندگیم باش برخورد کردم که اونا مؤثر بوده در من. ولی میتونم بگم مثلا یک نمونه که خیلی برای من
مهمه اینه که پدر من همیشه به من میگفتن که مردم چنان عمل میکنن در زندگی که وقتی آدم به زندگیاشون نظر میکنه میبینه که چیزی را که خدا تضمین کرده اینا انگار قبول ندارن که خدا تضمین کرده و ضامنش شده، و چیزهایی رو که خدا تضمین نکرده انگار اینا خدا قبول ندارن که خدا تضمین نکرده و ضامنش نشده. ما توضیح میدادم، میگفتن خدا رزق ما آدمیان رو به حکم کتاب و سنت رزق ما آدمیان رو ضمانت کرده، ضامن شده، ولی مردم چنان حرصی و طمعی در کسب مال نشون میدن و چنان در کسب مال به رقابت میفتن و تو عرض کنم که حقوق یکدیگر رو ضایع میکنن که گویا باور ندارن که خدا رزق رو ضمانت کرده، تضمین کرده، و مثل اینکه خدا ضمانت نکرده و گفته انسان ها خودتون باید به رزقتون رو پیدا کنید. این از یه طرف. اما از یه طرف خدا دو تا چیز رو تضمین نکرده، یکی ایمان، یکی عمل صالح. گفته اینو خودتون باید کسب کنید، اما مردم چنان عمل میکنن که انگار ایمان و عمل صالحشون خود خدا تضمین کرده. برای ایمان و عمل صالح پیدا کردن هیچ فعالیتی نمیکنن، مثل اینکه خدا گفته باشه که ایمانتون با من، عمل صالحتون با من، اونو من تضمین کردم. بنابراین انگار دنبال چیزی میرن که تضمین شده است و نباید دنبالش برن، و دنبال چیزهایی که تضمین نشده و باید دنبالش برن نمیرن. ما پدر من به من میگفتن که تو اینجوری عمل نکن، تو به دنبال رزق تضمین شده نمیخواد بدهی، اما به دنبال ایمان و عمل صالح برو، چون اینو خدا تضمین نکرده، نگفته ایمان خودم بهتون میدم و عمل صالح هم خودم بهتون میدم، رزق رو گفته خودم بهتون میدم، اونو باید خودت بری کسب بکن. خب من فکر میکنم در عالم بچگی با توجه به القا پذیری شدید آدم و تلقین پذیری و بعد حرمتی که برای پدر خودش قائله مثلا یا برای مادر خودش قائله، این خیلی به نظر من در من مؤثر افتاد. نه اینکه بگم اینجوری لزوما زندگی کردم، ولی متوجه بودم که یک سلسله حقایق اینجوری دادم بهش توجه باید بکنم. من اینو مثلا خیلی به نظر خودم میاد که باید بهش بها بدم، اینو بیشتر از یه تجربه غیر متعارف بهش بها میدم تو زندگی، چون تحول بخشی این آموزه به نظر من خیلی بیشتر از تحول بخشی اینه که من شاهد یک حادثه خارق العاده باشم در زندگی. این رو من واقعا میتونم در مورد خودم شهادت بدم. از این نوع چیزها من چرا میتونم بگم که در زندگی من، یادم میاد که وقتی داستانش مفصله، ولی وقتی که من دانشجو بودم در دانشگاه بدم میاد یه وقتی به این جمله آندرژیت برخوردم که بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدانی می‌نگری. واقعا این جمله میتونم بگم یکی از 10 تا جمله بوده که تو زندگی من خیلی تاثیر داشته. ممکنه الان وقتی به این جمله فکر میکنم اونقدر به تاثیر اون جمله قرار نگیرم، ولی اون وقت یک جوان 19 ساله بشنوه که یک کسی گفته که بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان می‌نگری، این خیلی به نظر من برای من مؤثر بود و خیلی چیزا رو در من عوض کرد. من خب اینا رو میتونم بگم، ولی نه آنچه که شما شاید مطمئن نظرتون بود. نه استاد، از معجزه ای، از کرامتی، از چیزی نمیپرسم، از همین چیزهایی که اثر گذاشت تو زندگی تو به سمت فلسفه اخلاق و معنویت خیلی رفتید و این چیزها شاید چیزهای معمولی باشه. اتفاقا هم که شما اشاره کرد اینا واقعا مهمترن، به نظر من اینا خیلی مهمترن. از یک یعنی من اگر بشنوم از یک شخصیتی که تحت تأثیرش بودید، یا مثلا نمیدونم، چون قم و تهران و ایران خیلی برخوردار از آدمهای پاک، خب آدمهای شب شاید خیلی عارف و اهل کشف و اینا نیستن، ولی آدمهای پارسا با تقوا پرهیزگار اینطوری. دقیقاً من هم در دانشگاه به این انسان‌ها ولو معدود و کم برخوردم، و هم وقتی که در حوزه علمی قم تحصیل می‌کردم به این انسان‌ها و بعضی از جملات این انسان‌ها برخورد کردم و درم مؤثر بوده و کاملاً قبول می‌کنم سخن شما رو.
و اینا کم هم نیستن که در زندگی من مؤثر بودن. و در دانشگاه مثلا من خیلی تحت تاثیر مرحوم دکتر مهداد بهار، پسر ملک الشعرای بهار بودم، خیلی تحت تاثیر دکتر عبدالحسین زرین‌کوب بودم، که اینا بعضی از جملاتشون خیلی در من نافذ افتاد، بیشتر از آموزه های رسمی دانشگاهی که خیلیش از حافظم گریخته و اونایش هم که در حافظم مونده خیلیش به زندگی من هیچ رنگی نداده، جلایی نداده، تأثیری نداشته، ولی داشتم. در قم هم که بودم همینطور، بعضی از اساتید بعضی وقتا یک جمله شون خیلی موثرتر بود از همه درس های مدرسی که ازشون یاد میگرفتیم. این رو من خدمتون عرض بکنم. یادم میاد که وقتی من در قم بودم، یکی از اساتید ما جمله نقل کرد از امام فخر رازی، که امام فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب خودش، من به نقل از استادمون میگم، در تفسیر مفاتیح الغیب خودش یا به تعبیر تفسیر کبیر خودش گفته است که در زیر تفسیر این آیه که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن، گفته است که اگر در یک حادثه ای همه نسخ قرآن بسوزند و نابود بشن و فقط این آیه در بین اوراق قرآن فقط این آیه باقی بمونه، همین آیه از کنم که مربوط میشه به تنهایی ما در واقع، توجه میکنید؟ امام فخر رازی گفته است که من معتقدم همین برای تنبه آدمی کافی، همین آیه که بلغت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتین، این برای تنبه آدمی، یعنی میخواد امام فخر رازی بگه اگر با تمام وجود تنهایی تو احساس کردی و فهمیدی که هیچ کس مسئولیت اعمال تو رو بر عهده نمیگیره و فقط خودتی که باید مسئولیت همه چیز رو بر عهده بگیری، امام فخر در واقع گویا معتقده که این کفایت میکنه برای اینکه سر به راه درستی بگذاری و درستی پیشه کنی. خب من خودم میادم میاد وقتی از استادمون جمعه بشینیدم خیلی در من مؤثر افتاد، یعنی در واقع عمق احساس تنهایی میتونه خودش رستگاری بخش باشه، خودش نجات بخش باشه. این من فکر میکنم خیلی جمله مهمیه. علاوه بر اینه که بله، از این نوع چیزها در زندگی من هم وجود داشته، ولی خب همش چیزی بودی که از دیگران یاد گرفتم، آموختم. استاد نقطه خیلی مهمی فرمودید که آدم مثلا یا شاگرد از اساتید شاید مثلا فاصله نظری داشته باشه، یعنی مثلا اختلاف فکری داره یا بعدن مثلا اختلاف فکری داره، ولی از این چیزهای معنوی و روحی و اخلاقی همیشه یعنی يحترم الأستاذ يقدره في هذا الجانب، يعني فرق قائل بين الجزائر. بله دقیقا همینطوره. و من فکر میکنم که اون چیزی که بیشترین تأثیر در زندگی ما داره همین گزیده‌گویی هاییست که بعض از اساتید خارج از نظام تدریس و تعلیمشون به ما یاد میدن، دارن به ما ریاضیات درس میدن ولی سر بلند میکنن یه جمله‌ای به ما میگن، دارن به ما فرض کنید که مثلا فیزیک درس میگن، تاریخ درس میگن، ولی یه تک جمله ای میگن و این تک جمله خیلی اثر گذاره. همین جمله ای که من الان داشتم نقل میکردم که حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت نویسن، این واقعا جمله خیلی موثریه. این که من این که نقل دیگران رو بکنم بر من نفعی نداره، من باید خودم برسم به چیزی. این که دائما بگم که فلان عارف این کارو کرده، فلان زاهد این کارو کرده، فلان عابد این کارو کرده، فلان مؤمن این کارو کرده، فلان پیامبر، فلان بنیانگذار دین و مذهب، اینا رو نقل بکنم بر من چیزی نداره، خودم باید یه کاری انجام بدم. خب اینا جملات خیلی نافذی هست که میتونم بیشتر از یه حادثه غیر عادی زندگی آدم رو متحول. خیلی عالی. استاد درباره معنویت اسلامی شیعی خصوصا مثلا ادعیه و زیارات که داریم،
به چه چیزی مثلا بیشتر اراده دارید؟ مثلا بعضی آدم ها با نهج البلاغه، بعضیشون با صحیفه سجادیه، بعضیشون با مثلا دعاهای امام علی یا دعاهای امام سجاد. شما مثلا با یه چیزی مثلا خیلی مثلا میخونید، علاقه دارید یا احساس میکنید یک احساس خاصی؟ خب من اولا باید به صداقت اعتراف کنم که من الان هیچ دین تاریخی و نهادینه ای رو به صورت 100% نمیپذیرم. توجه میکنید؟ نقاط قوت هر دین و مذهبی رو میپذیرم، اما در هیچ دین و مذهبی هم نیست که نقاط ضعفی ندیده باشم و به این جهت دفعش نکرده باشم. بنابراین من الان واقعا نمیتونم بگم من هیچ دین و مذهبی رو من اوله الی آخره از بای بسم الله تا تمتش رو قبول دارم، اصلا اینجور نیست. ولی در عین حال اگر کسی به من بگه که در میان میراث فرهنگی که در جهان اسلام باقی مانده از قرآن که بگذریم، چون شما الان به احادیث و ادعیه و اینها التفات داشتید، من معتقدم که نهج البلاغه حضرت علی و بعضی از دعاهای، نه همه، بعضی از دعاهای صحیفه سجادیه هنوز هم به نظر من یک مقدار چشمگیری از بقیه آنچه که باقی مونده در سنت ما ارزشمنده. یه بخش های عمده ای از نهج البلاغه و یه بخش هایی از صحیفه سجادی به نظر من خیلی رقاع فراوان داره، ارتقاء فراوان هم خودش داره و هم موجب ارتقاء فراوان ما میتونه بشه. اینا برای من خیلی سودمنده، خیلی ارزشمنده و هنوزم ترنم به اینها، تلاوت اینها، القا کردن به خودم هنوزم خیلی وقتا عرض کنم که به من واقعا خیلی الهام بخشید. مثلا ببینید در صحیفه آمده که لسنا نتکلو فی النجات علی اعمالنا بل به فضل تعلینا. من خیلی برام این جمله هنوز تکون دهنده است. توجه میکنید ریشه هر گونه عجبی رو به نظر من این جمله میسوزونه. هر گونه کبر، تفرعون، تبخر در آدمی که حتی ما بر اعمالمون هم در نجات هیچ تأثیر نداریم، با اینکه برای نجاتمون دست به اعمال خاصی میخوایم بزنیم، ولی حتی به عمل خودمون هم اتکا نداریم. اتکای ما به کله، به کل هستی، یعنی به خداست، نه به یه جزء بسیار بسیار کوچکش که خودم باشه. توجه میکنیم اعتماد بر کل در برابر اعتماد بسیار غیر عاقلانه به جزء. خب این هنوز برای من خیلی ارزش کنه. و در نهج البلاغه الا ما شاء الله از این قطعات در نهج البلاغه، همون جمله خیلی معروفی که در نهج البلاغه، و وقت شما رو نباید بگیرم، این که اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذلک اهلا لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن احد منکم الا ذنبه ولا یستحیین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ای یقول لا اعلم ولا یستحیین احد منکم اذا لم یعلم الشیء ای یتعلمه و علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد فانه لا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. من واقعا این پنج تا جمله خیلی هنوز برام معنا داره، هنوز خیلی برام تکون دهندگی داره که گویا میخوام بگم پنج رکن مثلا بهروزی آدمیه. چون اول این حدیث هم دیگه خوندم میگن اگر تمام زندگیتون رو سفر کنید، لو ضربتم الیها آبات الابل، تمام عمرتون رو سفر کنید و پاشنه های پاتون رو به عرض میکنن گرده های شطور بزنید برای کسب این پنج تا نکته می‌ارزه. اون وقت میگم که به هیچ چیزی امید نداشته باشید مگر به خدا. و من الان اینجور معنا میکنم این جمله رو، یعنی به هیچ چیز امید نمیشه بس مگر به کل هست. به هر کدام از اجزاء هستی امید ببندید
امیدتون باقی. فقط به کل میشه امید دست، نه به هیچ کدوم از اجزا. و بعد ولا یخافن احد منکم الا ذنبه، از هیچ چیز نباید ترسید مگر از عمل نادرست خود، فقط از این باید ترسید. هیچ کسی، هیچ موجودی، هیچ قدرتی، هیچ قوتی، هیچ نیرویی، هیچ عاملی نمیتونه منو بیچاره بکنه مگر عمل خود. ولا یستحین احد منکم اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمه، اگر چیزی نمیدانید اصلا شر نکنید، برید و بپرسید تا بدانید. ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم، هیچ وقت هم شر نکنه، اگر کسی چیزی ازتون پرسید که نمیدونید بگید نمیدونید. و علیکم به صبر و این صبر من الایمان که رأس من الجسد، و در راه خودتون یکنو پایداری هم داشته باشید. نمیتونید به سادگی برسید به اهداف شریف. به گفته اسپینوزا هیچ چیز شریفی آسان به دست نیامده است، و بنابراین اگه میخواید به چیز شریفی برسید صبر و پایداری داشته باشید. خب من فکر کنم اینا هر کی میخواد گفته باشه این جملات رو توجه بکنید. برای من هر پنج جملهش معنا داره و دلالتگر به چیزای خیلی مهمه. خیلی زیبا و مفید بود استاد، ولی بعضیشون شاید مثلا میگن که خب مثلا خیلی ها حکمت نوشتن، خیلی ها مثلا کتاب های معنوی و دعایی دارن، چرا مثلا نهج البلاغه مثلا بقلیه حکمت مثلا محسوب میشه، یا مثلا صحیفه سجادیه به اوج معنویات محسوب میشه، یا از کتاب های اوج؟ اینم قبول میکنید یا نه؟ وقتی که ما میبینیم مقایسه موضوعی و منصفانه میکنیم، نه میبینیم اینا دیگه فرقی هست و یک نورانیت خاصی هم از این چیزها میاد که در دیگران نیست؟ نه من واقعا به این قائل نیستم. من به این قائل نیستم که اینها اوج باشن، در کمال باشن، یه نورانیتی در اینها باشه که در اونها نیست. من کتاب تشبه به مسیح تامس آکمپیس رو هم که میخونم، کتاب اعترافات آگوستین قدیس رو هم که میخونم، توجه میکنید، کتاب سلوک زائر رو هم که میخونم از جان وانین، کتاب عرض میکنم که بهشت گمشده رو هم که میخونم، من در اونا چیزهایی میبینم. نه من هیچ وقتی قائل نیستم که اینا در یک اوجی هم که این اوج رو دیگرها ندارن، اصلا و ابدا. من میگم همه اینها نقاط قوتی دارن، همشون هم نقاط ضعفی دارن. از نظر نگفتم همه ادعیه صحیفه سجادیه، نگفتم همه آنچه در نهج البلاغه اومده، نه من به اون دیدگاه تا حدی فرقه گرایانه، تا حدی انحصار گرایانه اصلا قائل نیستم. نه من میگم من از تشبه به مسیح هم خیلی جاها به اندازه نهج البلاغه چی دارم. بالاخره میشه گفتم هر باقی گلهایی داره، و حتی قدیسین و اولیاء در هر روز به یک درجه روحی نیستن، هم مثلا تکامل دقیقا همین جوره. چه بود تبت یدا ماننده یا ارض ابلعی، حتی قرآن هم همین جوره. تبت یدا یک دشنامه، این کجا و یا ارض ابلعی ما اک و یا سما و عقل، اون کجا؟ حتی خود قرآن هم این جوره، خود قرآن هم همه آیاتش در یک رتبه نیست، چه برسه به اونی که از بزرگان دین نقل میشه. نه من اصلا اون عقیده رو ندارم، و من فکر میکنم که ما میتونیم از همه این کتاب ها نکته بیاموزیم. شما کتاب داودجینگ هم که بخونید، کتاب زمپده بودار هم بخونید، یک قطعاتی درش هست که در اوج درخشانی، در اوج درخشانی، و اونا جای خودشون. استاد فرمایشات شما الان به یک سوال دیگه هم داری میرسونه، و این سوال که خیلی میپرسن، میگن عرفان و تصوف اسلامی چقدر از عرفانهای شرقی الهام گرفته؟ بعضی میگویند که تصوف و عرفان اسلامی خیلی از آینه هندو، بودایزم، تاویزم، فلسفه هندی و فارسی قدیم الهام گرفته، و الان هم بحثهای کتابهایی هست که مثلا مقایسه میکنن بین این دو سنت، مخصوصا کتاب ایزوتسو صوفیزم و تاویزم، و کتاب های دیگه هست، یا جوانب مشترک بین اسلام و بودیزم، کتاب های دیگه هم هستن.
یا بین ابن عربی و ایکارت بعضیشون مقایسه میکنن هم. و علاوه بر این که همه عارفانی داریم که از استان خراسان بزرگ خیلیان عرفان یا عرفان ادبی هم هست، خود مولانا جلال الدین بلخی از بلخ متولد میشه. نظر شما چه؟ یعنی مکاتب عرفانی از استفادت من بعضها، تکاملت مع بعضها، یا یعنی الهام گرفتن از اونها و پیشرفت کردن، چطور؟ خب من شخصا معتقدم که آن چیزی که بهش گفته میشه عرفان اسلامی در خراسان بزرگ مخصوصا شدیداً تحت تأثیر ادیان شرقی، و در این ادیان شرقی هم همطور که شما هم اتفاقا اشارتون بود، آیین هندو و آیین بودا و آیین داو از همه شاخص ترند. شما توجه میکنید که خراسان بزرگ قبل از اسلام آوردن یه بخشش بودایی بودن، قبل از اینکه اسلام بیاره. بلخ که زادگاه مولاناست، میدونید که با زادگاه بودا هم هست. این اصلا دو تا همشهری هم در واقع، البته با یه فاصله زمانی خیلی طولانی. اینه که من شخصا خودم معتقدم که عرفان خراسان بزرگ بسیار بسیار تحت تأثیر این صدا دین شرقیه، و در اینها بیشتر تحت تأثیر آیین بودا، ولی تحت تأثیر آیین هندو و تحت تأثیر آیین داو هم هست، اما بازم بیشترین تأثیر رو از آن آیین بودا میگیره. حالا اگه کسی سوال دیگه ای بکنه، بگه خب تحت تأثیر هست، تأثیری که این سه تا دین داشتن با تأثیری که قرآن و روایات داشتن کدوم تأثیر بیشتره؟ من اگر بخوام به صداقت سخن بگم، من میگم تأثیر اون سه تا دین از تأثیر قرآن و روایات هم بیشتره. من شخصا نظرم و میدونم چقدر مخالف داره این نظر، ولی من شخصا معتقدم وقتی من با مولانا سر و کار دارم، من بیشتر مولانا رو شبیه میبینم به آیین بودا و آیین داو و آیین هندو تا شبیه ببینم به قرآن و احادیث نبوی. اصلا نمیخوام بگم که مولانا خودش التفات داشته به این نکته و آگاهانه این کار رو در پیش گرفته، اصلا برداره. ولی من به عنوان یک ناظر وقتی نگاه میکنم، میبینم که فناء الله و بقاء الله که عارفان میگن به نیروانا بسیار شبیه داره تا به انا لله و انا الیه راجعون. قرآن انا لله و انا الیه راجعون اصلا درش فناء الله نیست، اصلا درش بقاء الله نیست، اما در نیروانا است که فناء الله و بقاء الله هست. من اصلا نمیتونم بگم. مثال دیگه بزنم، وحدت وجودی که خود اینها قائلن، شما از تمام آیات قرآن غیر از 12-13 تا آیه قرآن هیچ کدامش خداش خدای وحدت وجودی نیست. ما 6600 و اندی آیه در قرآن داریم، همش خدای متشخص انسانواره. ما 12-13 تا آیه در قرآن داریم که خداش وحدت وجودی. این همه سلطه خدای وحدت وجودی بر عرفان تحت تأثیر به نظر من آیین هندوه، اونم آیین هندوی ثنوی، نه آیین هندوی وحدانی امثال شنکره، نه آیین هندوی ثنوی امثال رامانوجه. و آیین بودا، و از این نظر من معتقدم تأثیر اون سه تا دین بر عرفان اسلامی به مراتب از تأثیر خود اسلام، منظور از خود اسلام یعنی قرآن و احادیث نبوی، مرادم رو روشن کنم، به نظر من اون تأثیر از این تأثیر خیلی خیلی بیشتر بود. حالا استاد شما مثال مطرح فرمودید، من هم در این مثال میخوام سوال میکنم. مثلا مفهوم فنا، مثلا نمیشه مقایسش کرد یا نزدیک به حبل کمال الانقطاع مناجات شعبانیه محسوب نمیشه؟ شما گفتید خب عرض کنم که این دعا. خب نه، دو تا چیز میخوام بگم. اولا این که الهی حبل کمال الانقطاع الیک، توجه میکنید، این اول فرض شما اینه که حتما این از امام شیعیه، و من در این بسیار شک. اصلا ادبیات این دعا ادبیاتی نیست که از امامان شیعی دست ارز کنم که قرن اول هجری صادر شده باشه. این ادبیات برساخته قرنهای بعدی. این نکته اول. بنابراین اصلا قبول نمی کنم که این
مناجات به اصطلاح شعبانیه، مناجاتی باشه که ما به امامان شیعی و مثلا به امام حسین در قرن اول نسبت. اینو که اول، کما این که مازا وجد من فقدک، مازا فقد من وجدک، این که بحثایی هست مال ابن عطاءالله الاسکندرانی، این هم بله بله اصلا قبوله. اما نکته بعدی میخوام بگم، حالا فرض میکنیم که ولی بعضی هم ببخشید استاد، بعضیشون مثلا میگن مثلا این احادیث معتبره که داریم مثلا و ما زال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه، مثلا چنین چیزهایی مثلا بله. اینم به نظر من حدیثی است که صوفیان ما به پیامبر نسبت دادن و هیچ سند معتبری نداره برای اینکه از پیامبر نقل شده. قرب نوافل، قرب فرائض، هیچ کدوم از این دوتا چیزی نیست که ما نقل بکنیم از بتون از پیامبر نقل. شما داره قرب نوافل رو نقل میکنیم، این به نظر من از پیامبر نیست، هیچ سندی نداریم از پیامبر. اما حالا فرض میکنیم فایده نداشته باشیم، آیا واقعا الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، آیا به معنای نیروانه است، به معنای فناء فی الله و بقاء فی الله؟ اصلا و ابدا. این فقط میگه خدایا علقه های درونی من فقط معطوف به تو باشه، معطوف به هیچ موجودی غیر از تو نباشه. اللهم اجعل همومنا همن واحدا، مثل همین دیگه، یعنی خدای کاری بکن که من در میان موجودات جهان هستی فقط تو رو دوست داشته باشم، هیچ موجودی دوست نداشته باشم، عشقم فقط معطوف به تو باشه و معشوقم فقط تو باشی، بقیه موجودات و معشوقشون معشوق من نباشن. این ازش وحدت وجود و فنای فیدا و بقای فیدا هستن استفاده میشه. خیلی عالی. به همین خاطر من هم یادم هست که علامه طباطبایی مثلا داشت اپونیشا تدریس میکنه برای بعضی شاگردای خاصش و خودش تصریح میکنه در بعضی جاها که احساس میکنم این عین سوره توحید یا عین مفاهیم نوابع عرفانی که ما داریم 100% یا 90% در اینجا داریم میبینیم، و همین خاطر شرح داد و یک حکمت هایی داشت میبینه اونجا. دقیقاً فرمایش شما در کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی اومده، دقیقاً در اوائل کتاب قرآن در اسلامش اومده، و بعدم میگن این توحید عریانه، اما در قرآن اینقدر عریان نیست توحیدش. بعد این چیزا هست استاد، هم بیاد بیاد حرف خود مولانا در مقدمه که میگه این کتاب اصل اصول اصول دین و نمیدونم راه یا خب خودش معتقده که این کتاب از تفاسیر باطنی و تأویلی قرآنه. مثلا شما گفتید که نه خیلی متأثر از که این خیلی بله من معتقدم خیلی متأثره. من میگم آنچه که در این کتاب میاد در مثنوی معنوی میاد و بعد در کلیات شمس در غزلیات اون میاد و بعد در فیه ما فیه میاد، اینا قالبش رو واقعا نمیتونه از قرآن و سنت نبوی استفاده کنه، واقعا نمیتونه. اسلام وقتی میگم در اینجا مراد قرآن و سنت نبوی هست، حالا نمیخوام بگم سه طرف در اسلام وجود داره، من فعلا وقتی میگم قرآن یعنی اگر ما باشیم قرآن و سنت نبوی، ما این مفاهیم توش نیست واقعا، هیچ کنون از این مفاهیم در قرآن و سنت نبوی نیست. اما خب میبینید در موج میزنه در اینجا. شما واقعا صادقانه و از تو بخوام بپرسم میتونید قبول بکنید که جهاننگری قرآن مبتنی بر عشقه، جهاننگری قرآن مبتنی بر ایمان و شکره؟ قرآن ام الفضائل رو ایمان میدونه و شکر، ام الرذائل رو هم کفر میدونه و کفران، کفر در مقابل ایمان و کفران در مقابل شکر. اما شما در مولانا چی میبینید واقعا؟ در مولانا فقط عشق میبینید. شما انصافا برید در کل آثار مولانا ایمان رو دنبال کنید، ببینید چقدر اصلا مولانا به ایمان بها داده. برید ببینید چه لفظ ایمان رو بخواید دنبالش برید و چه مهمتر از اون، چون لفظ چندان مهم نیست، مفهوم ایمان داره. ببینید ایمان در مقابل عشق تو مولانا چه وزنی داره؟ توجه می‌کنید؟ برید ببینید ایمان در مقابل نیاز در دیوان در کلیات در مقالات شمس چه وزنی داره؟ همون کاری که مولانا با عشق میکنه شمس با نیاز میکنه. نیاز واقعا
ریشه جهان نگری شمسه. عشق هم ریشه جهان نگری مولاناست که واقعا در قرآن هست. حالا شما یه آیه پیدا میکنید که یحب بهم و یحب بونه یا والذین آمنوا اشد حبا لله، یا بعضی از آیات همین آره باشه اشد حبا لله. این کجا و این همه تکرار عشق در مولوی مولانا و از اون طرف این همه تکرار ایمان در قرآن. ایمان در قرآن شما با دو تا آیه یحبون و یحبونه این نمیتونه قیاس بکنه. عشق خیلی مفهوم مهمیه در ولی در قرآن اصلا چیزی وجود نداره. مگر این است که استاد ما به قرآن آمدیم با همون نگاه تأویلی و تجربه های معنوی و کشف و شهودی که داریم و رفتیم به خدمت قرآن و یک سعی و تلاش کردیم که سازگار میشه که همین کارو مثلا بعضی از عرفا کردن، چون خودشون مدعیان که علم ما و همین مثلا مقامات عرفانی ما از خود قرآن گرفته و خب استفاده کردیم از جاهای دیگه، ولی خب اونا مدعی اینه، درسته؟ بله مدعی اینن، ولی به نظر من وقتی میخواستن این مطالبی رو که خودشون از جاهای دیگه بهش رسیدن از دل قرآن و احادیث بکشن بیرون، تمام اصول تفسیری رو زیر پا گذاشتن. تمام احکام و قواعد تفسیر رو زیر پا گذاشتن. من بارها گفتم وقتی ابن عربی میگه که در مورد قوم نوح که در قرآن میشه گفته میشه که اغرقنا، توجه میکنید قرآن میگه که قرآن میگه فبما خطیئاتهم اغرقنا، درسته؟ به خاطر خطایاشون ما غرقشون کردیم. ابن عربی میگه خطیئات رو نباید اون خطاها گرفت. شما از ماده خطبه بگیرید به معنی گام، یعنی به خاطر گامهاشون نه به خاطر خطایاشون. بعدم میگه گامهاشون در راه خدا، میگیم خب وقت بعد قرآن میگه که اغرقوا غرق شدن، میگه اغرقوا فی بحار رحمت الله تعالی، در دریاهای رحمت الهی غرق شدن. خب آیا واقعا به نظر شما به عنوان یادن منصف میشه از آیه این که به خاطر خطایاشون در دریا غرقشون کردیم نتیجه گرفت که به خاطر گامهاشون؟ خطایا جمع خطیعه است. خیلی خوب استاد، بحث داریم خیلی تخصصی و این نیاز داره. خب اینم بحثای تأویلی و هرمنوتیکی خاص خودش داره، خب مکاتبی داره اینجا خیلی وارد نمی کنیم. چند تا سوال هم مونده که میخوام به این سوالات میپردازم و وقت شما زیاد نمیگیرم. خب برگردیم به این عرفای ادیان و مذاهب گوناگون. شما شانکارا مطرح فرمودید، ایکارت هم صحبت کردیم یکم، و ابن عربی. خب اینا از اسلام و مسیحیت و هندویزم، سه دین مختلف. خب میتونیم بگیم که اینها یا دیگران داشتن از همون جوهر دین یا وحدت متعالی دین یا همین ما به اشتراک ادیان داشتن صحبت میکنن. میتونیم میگیم که مثلا این بزرگان عرفای ادیان و مذاهب یا بعضیشون داشتن به سمت یک جوهر واحد مثلا صحبت میکنن. عرض کنم که اگر مقصودتون این باشه که آیا در آموزه‌ها و فرموده‌های ادیان و مذاهب جهانی وجوه اشتراکی هم هست یا نه، من میگم بله، وجوه اشتراکی وجود داره که بین همه ادیان و مذاهب جهانی این وجوه مشترک، اینو می‌پذیرم. اما اگر دو تا چیز دیگه بخواید بگید، یکی این که آیا همه ادیان وحدت دارن، به تعبیر شما وحدت متعالی دارن، اونجوری که ترادیسیونالیست ها و سنت گرایان میگن که میگن یک نوع ترانسندنتال یونیتی بین ادیان وجود داره، یک وحدت متعالی وجود داره. این یک نکته. و نکته دومی که و آیا عارفان دارن به این وجوه مشترک تکیه میکنن، من در هر دو اینها شک. یعنی اولا قبول میکنم که ادیان وجوه مشترکی دارن. مثلا مثال بزنم، همه ادیان معتقدن زندگی آدمی منحصر در این 60-70 سال زندگی این جهانی نیست. همشون همه ادیان و مذاهب معتقدن جهان هستی منحصر در عالم طبیعت نیست. بله همشون. بنابراین این که یک سلسله آموزه‌های مشترک بین ادیان و مذاهب باشه رو من شک ندارم. اما کسانی اومدن از این آموزه‌های مشترک نتیجه گرفتن که همه ادیان پیام واحد دارن.
و وحدت متعالی ادیان رو از اینجا نتیجه گرفتن. من مطلقا نمیتونم قبول بکنم که همه ادیان دارن عیناً یه سخن میگن. این که آورلپینگ دارن یه حرفه، این که یه تداخلی در یه جاهایی دارن و یک فصل مشترک ها و مخرج مشترک هایی دارن کاملا قبول میکنن، ولی این که همش میدارن حرف واحدی میزنن منتها به لباس های مختلف میزنن، به زبان های مختلف، با فرهنگ های مختلف، من نمیتونم قبول بکنم. قبول نمیتونم بکنم به این معنی که هیچ دلیل اقامه نشده قانع کننده که من نشون بده که همه ادیان دارن پیام اصلیشون یک چیز. نه. اما این چیز دومی هم شما ممکنه بگید و اون که آیا عارفان ادیان و مذاهب دارن اون پیام مشترک رو همشون القا میکنن؟ من میگم اصلا اون پیام مشترک رو من هنوز قبول ندارم وجود داره که بعد بگم عارفان همه ادیان و مذاهب هم دارن فقط اون پیام مشترک رو و اون جنبه وحدانی و جنبه وحدت و یگانگی ادیان رو دارن نمایندگی میکنن. نه، من فکر میکنم اینجور نیست. من مثلا نمیتونم بپذیرم، واقعا نمیتونم بپذیرم که آیین بودایی که به خدا قائل نیست، به خدای متشخص قائل نیست، این با ادیان ابراهیمی یه حرف داره. ادیان ابراهیم شدیداً یهودیت و مسیحیت و اسلام شدیداً به خدای متشخص انسانوار قائلن. آیین بودا مطلقا منکر خدای متشخص انسانواره. خب چیز از این مهمتر هم هست؟ واقعا چجور میگین دارن یه حرف میزنن؟ آیا چیزی از این مهمتر هم وجود داری در باب خدا؟ به همین ترتیب وقتی ادیان ابراهیمی مخصوصا اسلام و مسیحیت به معاد قائلند، حالا فارغ از اینکه معادشون جسمانی باشه روحانی باشه، جسمانی و روحانی با هم باشه، هرچی، اسلام و مسیحیت مخصوصا به معاد قائلند، حالا در باب یهودیت شک و شبهه هایی وجود داره. این کی با تناسب در آیین هندو وجود داره؟ کدامش میشه؟ شما میگید خب آخه اینا دو چون یه چیز میگن، هر دوشون میگن زندگی پس از مرگ وجود داره. میگن بله، اما زندگی پس از مرگ وجود داره به صورت معاد، با زندگی پس از مرگ به صورت تناسب. حالا چه تناسبش از مقوله نسخ باشه، چه مسخ باشه، چه فسخ باشه، چه رسخ باشه، بالاخره خیلی فرق میکنه. استاد اون فرمایشی که من فرمودید یکیشون میگه تو میری که بعد نگردی، یکیشون میگه میری که بعد نگردی معاد، و یکی میگه دائما میری و بر میگردی. اینه بهش فصل مشترک. چه فصل مشترک شد؟ خب وقتی خداش اینجوره، زندگی پس از مرگش اینجوره، انات میکنی باید شما چی رو میگید؟ اینا دارن یه حرف باحال همشون میزنن. بله اگه میخوای بگی یه مؤلفه های مشترکی هم بینشون هست میتونم بپذیرم، توجه میکنی؟ مثلا همشون میپذیرن که زندگی پس از مرگ آدمی تحت تأثیر اعمالش در زندگی این جهان میشه. اینو قبول دارم، یک عمده مشترک. همشون میگن کم و کیف زندگی پس از مرگ تحت تأثیر کم و کیف اعمال این جهانی تعیین میشه ها. هیچ چیزی در کم و کیف زندگی آن جهانی به اندازه اعمال این جهانی مؤثر نیست. خب بله این درسته، اما از این برنمیاد که همشون وحدت متعالی بینشون وجود داره. و من واقعا این بحث وحدت متعالی ادیان که امثال فریتیوف شوان ازش دفاع میکردن و سید حسین نصر ازش دفاع میکنن، به نظر من سخنی به هیچ وجه مستدل به دلیل نیست. خیلی مفید بود استاد. من تحديدا نظرم همین تردیشنال سکول یا حکمت جاوید و اینا خیلی نبود، ولی شما هم فرمایشات مطرح فرمودید که همین تجربه معنوی افراد که وقتی که مثلا همون تلاش آقای ایزوتسو در صوفیزم و تاویزم وقتی که میگه این عارف بودایی داره از وحدت وجود صحبت میکنه، ولی در بستر مفاهیم هندوی، و ابن عربی داره از وحدت وجود هم تعریف میکنه. من منظورم این بود که مشترکاتی که عرفایی در تجربه های معنویشون که ما میتونیم مقایسه کنیم. خیلی خوب، حتی اگر حق با ایزوتسو باشه بازم این مدعای ما ازش برمیاد. ببینید ما میگفتیم آیا ادیان پیام مشترک دارن یا نه، نه اینکه آیا عرفان اسلامی تحت تاثیر آیین داو هست یا نه. بله عرفان اسلامی تحت تاثیر آیین داو هست، کما اینکه خودم هم عرض کردم تحت تاثیر آیین بودا هم هست، تحت تاثیر آیین هندو هم هست.
پس مشترکات عرفان ادیان، عرفان و ادیان نبود، ادیان بود، ادیان جهانی. میخوایم ببینیم آیا پیام واحد دارن یا نه. من اینو دارم نفیش. پس سوال دقیق‌تر میشه که عرفان ادیان مشترکاتی دارن اینا، اونجا میتونیم بگیم بله بشه. دقیقاً عرفان رو وقتی شما بگید، من اتفاقا معتقدم عرفان‌های جهانی وجوه مشترک و وجوه مشترک جدی هم دارن، ولی این وجوه مشترک در ادیان جهانی نیست، تو عرفان‌های جهانی هست، اما تو ادیان جهانی به هیچ وجه نیست. اصلا شما وقتی فضای ادیان ابراهیمی، ادیان موسوی، ادیان غربی رو رها می‌کنید، میای به طرف ادیان شرقی، اصلا می‌بینی همه چیز داره عوض میشه. نمی‌تونم بگم. ولی در یک سوی دیگه میتونیم بگیم که مکتب‌های عرفانی هر دین اگر مقایسش کردیم با مکتب‌های عرفانی دیگه، اونجا هم راحت‌تر میتونیم مشترکات عمیق‌تر و بیشتر میتونیم میبینیم. بله دقیقاً، اینو به صورت دقیق‌تر میتونم بگم. میگم اگر ادیان جهانی رو مثل کسانی بدونیم که مثلا 50 تا انسان میخوان به قله یک کوه برسن، هر تو 50 تا آدم میخوان به قله یک کوه برسن، اینا رو سطح زمین فاصله هاشو خیلی از هم زیاد، ممکنه یک آدم تو سطح زمین با فاصلهش با آدم بعدی بلا فاصله 1 کیلومتر بشه، اما یه مقدار که از کوه رفتن بالا، فاصله این 50 نفر با هم چی میشه؟ کمتر میشه. یه مقدار که بیشتر رفتن بالا، فاصله شو کمتر میشه. هرچی از این مخروطی که اسمشو میذاریم کوه یا این هرمی که اسمشو میذاریم کوه میرن بالا، فاصله شون چی میشه؟ نسبت به هم کمتر میشه. وقتی به قله کوه میرسن، فاصله شون دیگه با هم تقریبا صفر. درسته؟ حالا من میگم که ادیان تو فقهشون بیشترین فاصله رو هستن. انگار فقه ادیان زمینی ترین ساحت ادیان. فقه‌های ادیان بیشترین فاصله رو هستن دارن. بعد میریم به کلام ادیان. کلام ادیان باز به هم نزدیکترن تا فقه ادیان. بعد میریم بالاتر اخلاق ادیان. اخلاق ادیان باز به هم نزدیکترن. و وقتی میرسیم اون آخر، میرسیم به جان ادیان که تجربه وحیانیه. اونجا دیگه فاصله از همه چیه در واقع کمتر. بنابراین انگار وجه نزدیکی فقه ها بسیار کمه به هم، باز وجه نزدیکی کلام های ادیان به هم بیشتره، اخلاق های ادیان بازم به هم نزدیکترن، و در اوجش تجربه دینی اون از همه دیگه فاصلهش به هم کمتر. مفید بود استاد، یعنی هرچی ما از این کسرت و کسرت ها خارج میشیم و به سمت وحدت میرسیم، اونجا اختلافات و نزاعات و خصومات کمتر میشن و به سمت مثلا یک چیز شبیه تر میرسیم. اینطوری خیلی علی استاد، در قسمت آخر هم بعضی سوالاتی داریم در همین بحث پلورالیزم. خب شما نقد کردید همین وحدت متعالی ادیان که نظریه پلورالیزم آقایونی که در همین مدرسه حکمت جاوید یا پرینیل سکول یا اسمی که دارن. خب نظرهای گوناگون درباره این بحث هست، پلورالیزم آیا نجات یا پلورالیزم حقانیت یا. ولی سوالم برای شما که حتی به طور خلاصه اگر میگید، به کدوم نظریه معتقدید یا به کدوم نتیجه رسیدید که اگر هر آدمی با هر دین و مذهبی با هر زبانی با هر فرهنگی میخواست به سمت خدا میرسه و به سمت بالاترین درجه معنوی و روحی، به سمت نمیدونم نزدیک شدن به خدا، به کمال، به نمیدونم درجه معنوی خیلی بالا، خب حتی مثلا خب ما مسلمانی میگیم یا مثلا فقط مسلمانی میتونیم به اوج برسن، دیگران میتونن برسن ولی نه به اوج، خب چون شاید دینشون تحریفات بیشتری داره، همین بحثا که هست. خب سوال، همه میتونن برسن، هیچ منعی نیست، و دلیلی که شما به اینجا قائل چی؟ اولا یک پیش‌فرض سوال شما داره و اون که ما از طریق ادیانه که به سعادت میرسیم. خب خود این پیش‌فرض اگر هم من رد نکنم، ولی به هر حال اول کلامه باید بحث کرد که آیا ما طریق سعادتمون اینه که متدین به یک دین و مذهب باشیم یا نه. من نمیتونم به سادگی اینو قبول بکنم که طریق سعادت بشر اینه که لزوماً به یکی از ادیان تاریخی و نهادینه، یعنی یکی از ادیان جا افتاده و استبلیش
باید حتما التزام باشه. نه من چیز نمیتونم بپذیرم. اما حالا فرض میکنیم که اینجور باشه. فرض میکنیم که برای سعادت ما باید به یکی از ادیان قائل باشیم. آیا در این ادیان فقط یک دینشون بر حقه و بقیه بر باطلن؟ من میگم اصلا و اولا نمیتونم چه بگیرم که یکی از این ادیان بر حقه و بقیه بر باطلن. پس نظر توی ملکیان چیه؟ من میگم در همه ادیان حق وجود داره، در همه ادیان هم باطل وجود داره. خیلی از آموزه های ادیان و مذاهب همه ادیان و مذاهب ناپذیرفتنی، ولی آموزه هایی هم در همه ادیان و مذاهب هست که پذیرفتنی. بنابراین اگر میخواید بگید همه بر حقند، توجه میکنید، غیر از همه بر حقند، من میگم همه بر حقند نمیتونم بگم. چرا؟ چون در همشون هم حق هست هم باطل. بگید نکنه یکیشون فقط حقه، میگم نه، اون یکی هم که فقط حقه دارم قبول نه. من میگم در همه ادیان مجموعه ای از حق و باطل به هم آمیخته است. منظور در از آموزه های دینی که ما برخورداریم الان، نه خود دین، چون ما همین ادیانی که نزدیک ما هستن، درسته؟ در همین آموزه های دینی دست بشر هم توش کار کرده. بله، اما خب من اصلا دینی نمیشناسم که دست بشر توش کار نکرده باشه. همه ادیان دست بشر توش کار کرده. ما چیزی که دست بشر توش کار نکرده باشه به دستمون نرسیده. ما اینو همین چیزی که دست بشر توش کار کرده و همش توش مجموعه های از حق و باطل به هم آمیخته میبینیم. یک نکته. بنابراین نمیتونم قبول بکنم که فقط یک دین بر حق. نمیتونم قبول بکنم که همه ادیان هم بر حقن. اونم نمیتونم قبول بکنم چون همه ادیان ترکیبی از حق و باطل. اما یه چیز سوم میتونم قبول بکنم و اون این که ادیان اگر بناست ما متدین باشیم، آیا ادیان همشون به یک درجه از عمقن یا نه فرق میکنن؟ من معتقدم همه ادیان به یک درجه از عمق نیستن. نه خیلی. من فکر میکنم ما ادیان عمیق‌تر داریم، ادیان سطحی تر داریم و ادیان باز هم سطحی تر داریم. پس ببینید من چند تا نکته رو اصلا تفکیک کنم. نکته اولی که من هنوز دلیلی برای اقامه برای نشده که بگم برای سعادت آدم باید حتما به یکی از ادیان تاریخی و نهادینه متدین باشه، به یک دین و مذهب. این برام اثبات شده است. اینم که با فرض این که ما باید به یک دین و مذهبی معتقد بشیم، آیا فقط یکی از این ادیان حقه و بقیه باطلن؟ نه. آیا همه ادیان حقن؟ نه، چون همه ادیان ترکیبی از حق و باطل. اینا رو گفتم، فقط یک چیز رو من بهش قائلم منصفانه و اون که ادیان تاریخی ای که وجود داره، منظورم اسم ببرم ادیان تاریخی که من بیان مصداقی به اسم ببرم، منظورم یهودیت و مسیحیت و اسلام و آیین زرتشت و آیین هندو و آیین بودا و آیین داو و آیین کنفوسیوس و آیین شینتو، توجه میکنید؟ این ادیان رو من میگم. این ادیان آیا همشون درجه عمیق بودنشون به یک اندازه است؟ نه، من معتقد است. من معتقدم این ادیان هم درجه عمیق بودنشون به یک اندازه نیست و بعضی ادیان عمیق‌تر از بعضی دیگران و بعضی سطحی‌تر از بعضی دیگر. من شخصا به این عقیده معتقدم. خیلی خوب استاد، اینجا هم یک مقاله شما دارید بعنوان نظر مولانا درباره پنج رویکرد مختلف به سنت های دینی. من خوندم و دیدم، ولی میخوام به طور خلاصه، حالا از نظر استاد ملکیان نه، ولی از نظر خود مولانا، به همون طوری که شما میفهمید مولانا رو، نظرش درباره این بحث چیه، رویکردش به سنت های دیگه چیه، و در خلاصه و به طور عمیق و مختصر مولانا چطور به این بحث میپردازه؟ من فکر میکنم مولانا نه به اکسکلوسیویزم قائله، به انحصارگرایی قائله، نه به پلورالیزم، به چیزی قائله که من ازش تعبیر میکنم به اینکلوسیویزم. یعنی نه مولانا معتقده که همه ادیان به یک درجه حقانیت دارن که پلورالیزم باشه، نه معتقده که فقط یکی از ادیان بر حقه که اکسکلوسیویزم باشه. به نظر من مولانا به این اینکلوسیویزم باشه. یعنی چه؟ یعنی میگه که اسلام دین بر حقه، سایر ادیان هم هر چه حقیقت درشون هست
تو اسلام هم هست، تو اسلام اضافه وجود داره. بنابراین اسلام دین بر حقه، همه ادیان دیگه هم کمابیش از حق از حقانیت برخوردارن، ولی هر کی تو ادیان دیگه از حقانیت برخورداره اون چیز تو اسلام هم حتما اومده. بنابراین اسلام شامل حقایق همه ادیان میشه، ولی دیگر ادیان شامل حقایق اسلام نمیشن. اینکلوسیویسم یعنی اینکلوسیو اسلام، اسلام شامل هر حقی که در هر دین و مذهبی هست میشه و اضافه، یه حقایق هم اضافه در اسلام هست که چی میشه از ادیان و مذاهب. این دلیلش در نظر مولانا چی؟ این دلیلش در نظر مولانا چی که خود پیامبر بالاترین پیامبران و اینا؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیا. توجه کنید، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ببینید میگه اگر احمد رو قبول داشته باشی همه انبیا رو قبول، ولی نگفته اگه همه انبیا رو قبول داشته باشی احمد هم قبول. نام احمد نام جمله انبیا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگه احمد رو داشته باشی صد رو داری دیگه، پس طبعا نود هم داری، هشتاد هم داری، هفتاد هم. من نظر مولانا رو یک نوع اینکلوسیویسم دینی، یعنی شمولگرایی دینی، و این معناش اینه که اسلام دین بر حقه، ادیان دیگه هم بر حقن، اما به چه میزان بر حقن؟ به میزانی که شبیه به اسلام باشن، به میزانی که نزدیک به اسلام باشن. یعنی حقایقی که در ادیان دیگه هست همه تو اسلام هست، اما حقایقی هم در اسلام هست که در ادیان دیگه نیست، چون احمد زدی بقیه نه. استاد نظر مولانا اینجا خب این اسلامه، ولی مسلم یعنی فرصتش راه رسیدن به حقیقت و به خدا خب بالاتر یا بهتر یا سریعتر از دیگران، به این نتیجه میتونیم هم میگیم که مولانا این به نظر مولانا بله، به نظر مولانا البته میتونید بله. مولانا واقعا عقیدش بر اینه که اسلام کامل تر از بقیه ادیان، ولی نمیگه بقیه ادیان بر باطلن، میگه بقیه ادیان هم به میزانی که به اسلام نزدیکن بر حق. نه سوال من متدینین، یعنی متدینی اگر غیر مسلم بود و سعی کرد و تلاش کرد و خب ولی به اسلام نرسید، ولی راه رسیدن به خدا راهی هست که به بالاترین درجه میرسه و یا نه مسلم همیشه به راهی بالاتر میرسه؟ شما میخواید بگید که خب حالا پلورالیسم نجات چی؟ من معتقدم مولانا در باب نجات به پلورالیسم باید میگه پیروان هر دین و مذهبی اگه واقعا به دین و مذهب خودشون ملتزم باشن نظرن و عملن و خالصانه التزام ببرزن اهل نجاتن. بنابراین به لحاظ نجات پلورالیسته. من اون وقت داشتم به لحاظ حقانیت میگفتم، چون من یکی از تفکیکایی که کردم تو مباحث خودم همیشه تفکیک بین پلورالیسم نجات از پلورالیسم حقانیت، به لحاظ حقانیت به اینکلوسیویسم قائل بودم، ولی به لحاظ نجات به پلورالیسم. خیلی خوب و مفید استاد. در خاتمه میخوام برمیگردم به همون بحثای حکمت و اخلاق یکم، چون معرفی شد بحث و یکم پیچیده، شاید در دقایق آخر چیزهای هم اخلاقی مطرح میکنم. شما حضرت علی در بعضی از کتابهایت من خوندم که آدم 20 یا بیشتر از 20 احساس و عاطفه و هیجان اصلی دارد، مانند شادی و امید و خشم و ترس و عشق و نفرت و خیلی چیزهای زیاد که شما مطرح میفرمودید که در مثلا غزلیات حافظ یا در آثار مولانا و اینا میتونیم میبینیم، میتونیم مثلا عمق شخصیت های عرفانی از این مشاعر و این احاسیس مثلا تحلیل و تقییم کنیم. پس اگر چیزی مطرح، اگر چیزی مثلا میخوای مطرح میکنید یا اشاره میکنید مرتبط به آثار اینها و درباره مشاعر و احاسیس آدم، عرض کنم که من اولی که چیزی رو که به نظر خودم درست نیست عرض بکنم، من سعدی و حافظ رو عارف نمیدونم، بنابراین مجموعه آثار سعدی و حافظ رو از مجموعه آثار عرفانی بیرون میارم. من معتقد نیستم که هر که تو شعرش یک اصطلاح عرفانی به کار برد این عارفه، اصلا و ابدا. توجه میکنید؟ بنابراین من وقتی میگم عارفان مرادم کسی است مثل مولانا، کسی است مثل شمس، کسی است مثل عین القضات همدانی، مثل بایزید بسامی و امثال ذلك. من عطار نیشابوری مثلا، و عطار نیشابوری بله. این نکته اولی. اما نکته دومی که فرمودید، گفتید که آیا واقعا ما میتونیم
از آثار کسانی مثل سعدی، مثل حافظ، حالا چه عارفشون بدونیم چه ندونیم، چون از این جهت فرق نمیکنه عارف باشن نباشن، ما میتونیم پی ببریم به عرض میکنم که احساسات و عواطف و ارزیابی که اونا از احساسات و عواطف مختلف داشتن. بله عرض میکنم بله میتونیم پی ببریم، اما لزومی نیست که ارزیابی های اینها از احساسات و عواطف مثل هم باشه. یعنی شما می‌بینید که مثلا اونقدر که در سعدی به امید تکیه میشه، در حافظ اونقدر به امید تکیه نمیشه. امید به عنوان یکی از احساسات و عواطف در هر دوشون مهم تلقی میشه، هر دوشون هم ارزیابی مثبت از امید دارن، ولی اونقدر که شما در اشعار سعدی دم از امید زده شده شما در اشعار حافظ نمیبینید. توجه میکنید؟ اینه که بله من معتقدم که میشود با مداقه در میراث بازمانده از این متفکران، چه عارف و چه غیر عارف، ما میتونیم ارزیابی هاشون از احساسات و عواطف با هم مقایسه کنیم، ولی این مقایسه همیشه اینا رو به هم نزدیک نمی کنیم، خیلی وقتا واگرایی بین اینا رو نشون میده به نظر من. خیلی عالی، خیلی عالی استاد. در ختام، همیشه عرفاء ومكتبهاي معنوي معتقداً بفلسفة محبات عشق، در إن زمينة أجر شيزي مخايد مطرح ميكوني خاطري فكرتي مفهومي چرا عشق براي مثلا خوب براي شو ما قفتين مثلا شمس يا مولانا چرا إن قد مثلا تجلي ميكوني وحاضره وأصلا حاكمة بر كل أدبياتش، چرا اونها مثلا به مفاهیم دیگه خیلی مثلا نپرداخته، ولی در این راه کل مثلا منظومه فکریشون از راه عشق و محبت ساختن. عرض کنم که من فکر میکنم مهمترین علت تأکید عارفان مثل مولانا بر عشق اینه که نظر اونها اینه که انسان تا خودش رو همون ایگوی خودش میدونه، یعنی تا انانیت برای خودش قائله، ایگویزم برای خودش قائله، راجعه میکنید این نمیتونه نه خوب زندگی بکنه و نه خوش زندگی بکنه. به نظر این عارفان خوبی و خوشی در گروه اینه که من از ایگوی خودم بیرون بیام، انانیت خودم رو از دست بدم، یه حساری که دور خودم کشیدم و گفتم این که تو این حساره مصطفاست و هر که بیرون این حصار دیگه مصطفی نیست. معتقدن ام المصائب ما و ام المشکلات ما و ام المفاسد ما همین ایگو و خود را با ایگو یکی دانستن و سعی کردن در این از این کیان این ایگو دفاع بکنن. خب به این ایگو رو دارم، میخوام این ایگو رو صیانت ازش بکنم، حفاظت ازش بکنم و طبعا میخوام هر نفعی رو به سود این ایگو و هر زیانی رو آدمی کنید و هر ضرری رو از این ایگو دفع بکنم، هر نفعی رو جلب بکنم، هر ضرری رو دفع بکنم. اونا معتقدن که این مادر همه مشکلات نیست. خب بنابراین به نظرشون میاد تنها راه زندگی خوب و خوش و به تعبیر خودشون سعادتمندانه اینه که آدم از قید و بند ایگو رها بشه. خب حالا چی میتونه ما رو از قید و بند ایگو رها بکنه؟ به نظر شما فقط عشق. هیچ چیزی غیر از عشق نمیتونه به تو خود فراموشی بده که خودتو فراموش کنی و به کل بیاندیشی. توجه میکنید؟ از این نظر اینقدر ترکیب میکنم بر عشق. به نظر شما میاد عاشق وقتی عاشق میشه اولین باری که پا از خودش گذاشته بیرون و به جای اینکه دائما به خودش نگاه بکنه داره به غیر خودش نگاه میکنه. و این که عشقهایی مولانا میگه که عشقهایی هم که حتی مجازی باشن، به تعبیر عشقهای این جهانی باشن، عشقهای اروتیک هم باشن، آخرش ما رو به اون طرف راهبر میشن. توجه میکنید؟ به خاطر اینکه حتی در عشق اروتیک هم تو یه کمی انانیت کمتر میشه. هرچه انانیت آدم ضعیف‌تر میشه، کمتر میشه و بیشتر به جایی که به خودش چشم بدوزه به بیرون خودش چشم بدوزه، به نظر این عارفان وضع بهتری داره. توجه می‌کنید؟ از این نظر اونا میگن که ما باید اکسیر اعظم رو و کبریت احمر
آدمی رو عشق باید بدونی، اینه که میتونه ما رو مثل وجود ما رو تبدیل بکنه به طلا. چرا؟ چون تا من عاشق نیستم فقط خودم رو ایگوی خودم میدونم و فقط به فکر حفظ این ایگو هم و به حفظ منافع ایگو فکر میکنم و میخوام مزار رو از این ایگو دفع بکنم. اگر عاشق شدم اون وقت این ایگو از بین میره، من معطوف به دیگری میشم. و از این نظر به نظر مولانا چه عشق این سری باشه چه آن سری باشه، عاقبت ما را بدان سر یا بدان شهر رهبر است. چرا؟ چون حتی عشق اروتیکم که من به زنی دارم، به همسرم دارم، حتی اینم به یک اندازه ای من از خودمحوری نجات میده. از اینکه سلف سنترد باشم، در واقع سلف اورینتد باشم و همه اورینتیشن ها و رهیابیان به طرف خودم باشه و همه مرکزیت رو در خودم ببینم، من رو نجات میده. حتی عشق دختر همسایه هم به یک اندازه ای من رو از انانیت خودم بیرون میاد. و این تمرین میشه برای عشقای روحانی تر و برای عشقای معنوی تر. بنابراین میخواستم این عرض بکنم که ام المشکلات ایگوه و برای اینکه این ایگو از بین بره ما چاره‌ای به نظر عارفان نمیبینن عارفان جز اینکه عاشق بشن. و اینه که عشق رو به تعبیر مولانا، هر که را سینه ز عشقی چاک شد او ز عیب و نقص کلی پاک شد. به طور کلی از هر عیب و نقصی پاک میشی به شرط اینکه عاشق بشی. و به شرط اینکه عاشق بشی یعنی به شرط اینکه از خود محوری دست بر. استاد این یکم ایدئولیک یا مثالی نیست که از هر عیب و نقصی خارج میشید، از کل انانیت و ایگو شما اصلا متخلص میشید. این یکم سخت و ایدئولیک نیست و نه این قابل تحققه و اصلا به نظر من واقع بینانه است اما دشوار. نه واقع بینانه است. تا وقتی که من با کل احساس یگانگی نکنم و دور یکی که از جهان هستی دایره بکشم و بگم این مصطفاست در مقابل بقیه جهان ایستاده و منافع این مصطفی لزوما منافع جهان نیست و مزار مصطفی مزار جهان نیست، تا اینکه من خودم رو با جهان یکی بدونم، من فکر میکنم این که این وقتی که من زندگی خوب و خوش پیدا میکنم در این شکلی نیست. اما اگر میگید آقای دشوار نیست که من این دیوار حصار مانند ایگو رو بشکنم و با جهان احساس یگانگی بکنم، میگم چرا خیلی دشوار. خیلی خوب مسکل ختامه، اگر یک شعری یا ابیات یا قصیده درباره همین عشق و محبت بیادت الان میاد یا دوست خیلی دوست دارید و میخواییم مطرح میکنید از شما میشنویم. خیلی ادبیات ما سرشار از اینه واقعا، ولی این که حافظ میگفت که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یا سعدی میگفت که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. من فکر میکنم این نوع ادبیات در میان ما، حالا من از دو شخصی مثال زدم که اتفاقا خودم گفته بودم که اینها رو من عارف نمیدونم، وقتی وارد ادبیات عرفانی مولانا میشیم که دیگه الا ماشاءالله ما از این گونه عرض کنم که مضامین الا ماشاءالله در اشعار عرفای خودمون و از جمله مولانا چرا داریم. ولی من فکر میکنم که این که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، فکر میکنم این اوج اون چیزی که عرفا میخواستن بگم که عارف ببخشید حافظ غیر عارف به زبان. خیلی خوب، خیلی ممنون جناب استاد مصطفی ملکیان فیلسوف ایرانی معاصر بابت همه این افادات و افاضات و تحلیلات معرفی و معنوی و بابت حضور و وقتتون امشب با ما. خیلی ممنونیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم و امیدوارم در فرصت‌های دیگه هم بتونم شما رو ببینم. امیدوارم اصلا یه وقت حضوراً هم بتونم خدمتتون در ایران برسم. قربونتون برم. خدا نگهدارتون و خدا نگهدار همه شنوندگان و بینندگان.